سیما بهاری هستم، با همکارم جمیل فرزان در خدمتون هستیم از برنامه پخش مستقیم که اختصاص داره به موضوع حمله جمهوری اسلامی به دستفروشا. عنوان برنامه‌مون رو گذاشتیم جمهوری اسلامی دشمن دستفروشان. حتما در طی برنامه یا همین الان شما خودتون میتونید مقابل دشمن دستفروشان دوست کیا رو بذارید، حمایت کننده کیا رو بذارید، حکومت کیا رو بذارید. حکومتی هست که از کیا پشتیبانی میکنه. اگر دشمن دستفروش هاست، حتما مقابلش باید دوست یک کسای دیگه ای باشه. اما قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم و اعلام بکنم که تلفن ها باز هست، موضوع دیگری هم هست که بسیار اتفاق مهمی هست و کمی کوتاه در موردش صحبت میکنم و اون هم اعدام یک آخوند شیعه در عربستان سعودی هست که با برخورد یا با موضع‌گیری تند جمهوری اسلامی روبرو شده. از طرف دیگه هم دیدیم که در ایران، در تهران، سفارت عربستان سعودی مورد حمله عده‌ای قرار گرفت و بخشی از اون به آتش کشیده شد. فکر کردم به جای اینکه خودم صحبت بکنم و وقت برنامه رو اختصاص بدم به این موضوع، مطلبی رو که حمید تقوایی نوشته و با توجه به اینکه مطلب کوتاهی هست میتونم اون رو براتون بخونم. در مورد اعدام شیخ نمر و اینکه کلن دعوا بر سر چیه؟ کشمکشی که بین جمهوری اسلامی و دولت عربستان سعودی بر سر اعدام شیخ نمر، یک آخوند شیعه طرفدار ولایت فقیه در گرفته است، زمینه سیاسی وسیع تری دارد. تا آنجا که به نفس اعدام مخالفین مربوط می شود، جمهوری اسلامی کارنامه بهتری از رژیم آل سعود ندارد. کارنامه سیاه جمهوری اسلامی از کشتار تابستان 60 67 و قتل‌های زنجیره‌ای روزنامه‌نگاران و نویسندگان مخالف تا اعدام فرزاد کمانگرها و اعدام زیر شکنجه زهرا کاظمی‌ها و ستار بهشتی‌ها جایگاه منحصر به فردی به او به عنوان رژیم رکورددار اعدام در دنیا داده است. بنابراین تبلیغات رژیم در مورد نقض حقوق بشر در عربستان و اعدام مخالفین و غیره قبل از همه دامن خود جمهوری اسلامی را می گیرد. آل سعود و آل ولایت فقیه در سیاست اعدام مخالفین هیچ فرقی با هم ندارند. فرق شاید در این باشد که یکی با شمشیر گردن می زند و دیگری از جر سقیل آویزان می کند. اختلاف و تمایزی اگر هست، بر سر سیاست ها و رقابت های منطقه این دو دولت ارتجاعی است. اوضاع به هم ریخته خاورمیانه در اثر تهاجم نظامی غرب و سیاست‌های متعاقب آن از جانب آمریکا و متحدین غربیش، نافرجام ماندن این سیاست‌ها و به دنبال آن وارد عمل شدن روسیه در رقابت با اردوگاه غرب، زمینه سیاسی تقابلی است که بین بلوک جمهوری اسلامی، رژیم اسد، روسیه از یک سو و عربستان سعودی، داعش، ترکیه، امارات از سوی دیگر برای بست نفوذ و تقویت موقعیتشان در گرفته است. اعدام شیخ نمر و پیامدهای آن، محکوم کردن آن از جانب خامنه ای و روحانی و تظاهرات حکومتی و به آتش کشیدن سفارت عربستان و غیره، تنها تحول و اپیزود معینی از این تقابل سیاسی عمومی تر است و تا وقتی این کشمکش بر سر دامنه و بست نفوذ بین این دو بلوک وجود دارد، باید منتظر حوادث بیشتری از این قبیل بود. از نقطه نظر توده مردم در ایران و عربستان و همه منطقه، پاسخ اعدام‌های حکومت‌های اسلامی و عربستان و ایران خلاص شدن از شر این حکومت هاست. پاسخ همان است که از ماه‌ها قبل مردم عراق در خیابان‌ها اعلام کردند: نه شیعه، نه سنی، جامعه سکولار و مدنی.
فکر کردم برای اینکه یه جوری اعلام موضع باشه، یه جوری مربوط شدن به این بحث و مسائلی که در جامعه اتفاق میفته، کافیه همین مطلب رو خدمتتون عرض کنم و حتما خود شما هم پیگیری میکنین، اخبار رو، مطالبی رو میخونید و پیگیری میکنید، خودتون هم حتما نظرهایی دارید. اما برگردیم به موضوع برنامه. از همین الان اعلام میکنم تلفن ها باز هست، شما میتونید زنگ بزنید و اظهار نظر بکنید، صحبت بکنید و حرفاتون رو، موضعتون رو، نظرتون رو با ما و با بینندگان تلویزیون کانال جدید در میون بذارید. همینطور که گفتم، جمهوری اسلامی دشمن دستفروش هست. حتما شما هم خبر دارید که همین چندی پیش جمهوری اسلامی ماموراش رو در تهران گسیل کرده بود که به دستفروش ها حمله بکنن. البته این موضوع تازه‌ای نیست، به خصوص از ماه آذر جمهوری اسلامی طرح‌های متنوعی داره برای حمله به دستفروش ها. الان گریبان یک لبو فروش رو گرفت که مأمورین به اون حمله کردن، بساطش رو، ابزار کارش رو که شامل حتما یه دیگ می شده، یه مقدار لبو و یه چرخ دستی که وسایلش رو روش می زاشته، احتمالاً گازی و به اصطلاح شعله گازی که بتونه لبوشو گرم نگه داره. تمام ابزار کار این لبو فروش دست فروش همینا بوده. مامورین بهش حمله میکنن، بساطش رو واژگون میکنن، کتکش میزنن، که البته با اعتراض مردمی که در میدون بودن روبرو میشه. وقتی که به این خبر نگاه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی فقط اینجوری نیست که اگه مخالفش حرف بزنی دستگیر میکنه و شکنجه میکنه و اعدام میکنه و به هر حال زندگی رو تنگ میکنه. فقط کارگرای این بخش و اون بخش نیستن که 6 ماه و 5 ماه و 10 ماه حقوق دریافت نمیکنن. فقط بیکارا نیستن که اگه بیان توی خیابون و بگن بابا کار میخوایم، شغل میخوایم، جمهوری اسلامی به گلوله میبندتشون. هر کدوم از اخشار پایینی جامعه به یک نوعی جمهوری اسلامی مقابلشون ایستاده. دستفروشی یک شکل به اصطلاح میگن بیکاری یا کار کاذب هست. کسانی که بیکار هستن و از همه جا ناامید میشن، میرن دستفروشی میکنن. چقدر درآمد دارن اینا؟ توی همه شهرهایی که وضع اقتصادی مردم خرابه، با پدیده دستفروشی بسیار زیاد ما روبرو هستیم. دستفروشی یک بخشی از ارتش ذخیره کار رو در خودش میپوشونه. وقتی که گزارش‌ها رو راجع به حمله اوباش جمهوری اسلامی به دستفروش‌ها میبینیم و میشنویم و میخونیم، مثلا میگن مأمورین شهرداری باجگیری میکنن. از کیا؟ از دستفروش‌ها؟ خیلی از این دستفروش‌ها میگن که مأمورین شهرداری میان و بساط ما رو میریزن به همدیگه چون که ازمون باج میخوان. هر وقت بهشون باج میدیم تا یه چند صباحی صداشون میفته، ولی وقتی که باج نمیدیم حمله میکنن و بساطمون رو در هم میریزن. دوست عزیز، صدای شما روی خطه، به برنامه کانال جدید خوش اومدید، بفرمایید صحبت کنید. دوست عزیز، صدای شما روی خطه، بفرما. دوست عزیز، صداتون رو قطع میکنم چون احتمالاً صدای منو ندارید. متاسفانه به هر حال ارتباط ما برقرار نشد. میتونید دوباره زنگ بزنید، دوباره تماس بگیرید و صحبتاتون رو با ما و دیگر بینندگان تلویزیون در میون بذارید. گفتم خیلی از دستفروش ها میگن که مأمورین شهرداری از ما باج میخوان و کسانی که در منطقه هایی که به قول خودشون میگن پردرآمدتره،
مردم بیشتری آمد و رفت میکنن و میتونه درآمد بیشتری داشته باشه، مثل دوروبر سبز میدون و بازار و این مناطق. میگن که باید 30,000 تومان تا 40,000 تومان بابت اون قطعی رو که اجاره میکنن از شهرداری پول بپردازن. جاهایی که درآمد بیشتری داره حتی تا 100,000 تومان هم میشه که باید بپردازن مردم، کسانی که میان دستفروشی میکنن. دستفروش ها رو دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. میشه یه برنامه بذاری در مورد مواد شیمیایی که کی به ایران داده، کی به عراق داد که زد به ایران؟ حتما میذاریم، ولی فعلا داریم راجع به مسئله دستفروشی و حمله اوباشان رژیم. شما همیشه اینو میگیم میذاریم، کی میذاریم؟ احتمالا اگر که اهمیت بدیم بهش و موضوع مهمی باشه حتما میذاریم. در مورد اینکه چه کسی مواد شیمیایی در اختیار عراق میذاره تا جمهوری اسلامی رو بزنه، بهتر از جلادای خود جمهوری اسلامی بپرسید. اگر جمهوری اسلامی پا تو کفش اونا نکنه و برای اونا تهدید نفرسته، حتما میتونن با هم کاری نداشته باشن، میتونن دو تا همسایه باشن و با هم کاری نداشته باشن. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. دوست عزیز صداتون روی خطه، بفرما. سلام علیکم. بفرما، سلام به شما. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. ممنون از صحبتهای شما. خواهش میکنم، ممنون از شما که میاد روی خط و ما رو خوشحال میکنید. بفرما. صحبت های شما استفاده میکنیم، لذت میبریم، هر کم بیننده پرکاب خورس برنامه شما هستیم. بسیار خوب، خیلی خوشحال میکنید ما رو. در مورد حمله جمهوری اسلامی به دستفروش ها نظرتون چیه؟ خواهش میکنم، خدا حفظتون بکنه. خیلی ممنونم، خیلی ممنون، زنده باشید. صحبت های شیرینی میکنید، فقط میخواستم از برنامهتون تشکر کنم. خواهش میکنم، خیلی خیلی ممنونم، لطف دارید شما به ما، متشکرم. خیلی ممنون دوست عزیز، خوشحالمون میکنید، میگید که بیننده پروپا قرص برنامه های ما هستید و این باعث دلگرمی و خوشحالی ماست. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. میخواستم بگم که چند وقت ارازل اوباش شهرداری با خود رئیس شهردار تصمیم گرفتن که این بچه هایی که دستورشی میکنن رو جمع کنند و هماهنگ با کلانتری با نیروهای انتظامی بریزن این بچه های کوچیک رو جمع کنن، که بعد اونجا هم یه قسمتی رو درست کردن که برای مخصوصی کودکان باشه که مثلا باهاشون برخورد درست بشه و اینا رو بفرستن زندان. به هر حال پدر مادرشونه که بدبخت کردن، بچه ها رفتن سر کار، حالا این بچه ها رو هم میگیرن میبرن اونجا تجاوز جنسی میکنن و اینا بزرگ شدن میشن قاتل. این کار خیر جمهوری اسلامیه. از اون برم که اینا با حمله به دستفروشو و ناتوان کردن دستفروشو هم تو جامعه میخ میکوبن، مردم میترسونن. هم که این بنده خدایی که از همه چیز رونده شده میخواد یه لقمه نون در بیاره و بیا تو حوزه چارچوب شهرداری روزی 30 تومن تا 100,000 تومن پول بده، نصفی از درآمدش و نصف بیشتر از درآمدش رو بده. و دستفروشی، نیت دستفروشی اینه که شما یه لباسی که 100,000 تومنه رو با 5,000 تومن یا 10,000 تومن بخری. وقتی که شهرداری در روز 100,000 تومن از این بابا بگیری، مجبور اون لباس رو مثل فروشگاه بفروشه. شهرداری هیچ کمکی به اینا نمیکنه، شهرداری داره گرونی رو چیز میکنه، گرونی رو داره دامن میزنه. و حالا اگه اجازه بدید در رابطه این یارانه اعلام کردن دیگه از سال بعد ما نمیتونیم بدیم. اصلا قرار شد یارانه بدن به خاطر اینکه مردم گفتن خودتون یارانتون رو بدید و طبق اون گرونی که هر سال میشه یارانه رو قیمت پولش رو ببرن بالاتر، یعنی بیشتر هزینه بدن. حالا اون پولی که نبردن بالا، از اون بعد پس دست های اراذل اوباش جمهوری اسلامی میخوان کلا اعلام کنه که اصل دیگه نمیخوایم بدیم، بودجه نداریم، نفت نداریم. بعد خانم چیز دو نگاه کنی، پتروشیمی
پتروشیمی داره شبانه روز کار میکنه، دو شیفته سه شیفته کارگراش دارن کار میکنن. خب بله. بعد هزینه‌هاش کجا میره؟ شهرداری میگه من برای دستفروشا جا درست کردم، امکانات درست کردم و اینا بلند میشن میرن اونجا کار میکنن، هزینه‌های زندگیشون در میارن. ببین چقدر این مرسی که بی حیا و پر روه. بله. اولا تو جا گرفتی مجانی، جا دادی بهشون مجانی که نداری. ما روزی 100 هزار تومان میخوای ازشون میگیری یا روزی 30 هزار تومان ازشون میگیری، اینا که نمیتونن اون روزشون به چرخونن. اگر جا داشتن که داشتن که اینجوری که نمیشدن. و در رابطه هوای آلوده همه چی صحبت کرد، در رابطه خانم چیز، در رابطه این همه پول نجومی که شهرداری بابت ساخت و ساز و غیر و غیر و غیر میگیره صحبت نکرد. این پولا کجا میره؟ تو جیب کی خرج میشه؟ فقط در رابطه که این ماشین کاربراتوریه، اون نمیدونم موتور کاربراتوریه، بعد سیستمای جدید بذاریم، سیستمای روز بذاریم، حوار این چیزا. ولی درباره اون ثروتی که به دست میارن هیچ صحبتی نکرد. این ثروت داره به کجا میره؟ بله. جیب کی داره میره؟ خیلی متشکرم ازتون. بیننده دیگه ای رو روی خط داریم، معطلشون نمی کنیم. ممنونم از تلفنی که زدید، نکاتی رو گفتید، حتما راجبش صحبت میکنم. متشکر از شما. حتما دوستان عزیز صحبتایی که میکنید ممکنه که بلافاصله من نرسم روش صحبت بکنم، اما نکاتی رو که به نظر من اهمیت داره و باید راجبش حرف زد حتما یادداشت میکنم و بهش میپردازم. سلام به شما دوست عزیز. بفرما. سلام از ماست. خیلی متشکرم جناب. میخوام یه خواهشی بکنم. خواهش میکنم. یه برنامه بذاری. بله. این اخونجا چقدر حقوق میگیرن و از کجا حقوق میگیرن؟ بله. یه برنامه، چون کسی نمیدونه اینا چقدر حقوق میگیرن، از کجا حقوق میگیرن. بله. یه برنامه در این مورد بذارید. خیلی ممنون. خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنون. یکی از بینندگانمون گفتن که برنامه بذارید در مورد اینکه سلاح‌های شیمیایی رو کی در اختیار عراق میذاره که به ایران حمله بکنه. این دوست دیگرمون میگن که برنامه بذارید راجع به حقوق آخوندا صحبت بکنیم. فکر می‌کنم این خیلی واقعی تر باشه، یعنی خیلی خواست اکثریت مردم باشه که بدونن آخوندا درآمدشون از کجاست و حقوقاشون چقدره. در مورد درآمد نماینده های مجلس قبلا صحبت کردیم، یا مثلا مدیر عامل های کارخونه ها که بعضن 30 برابر بعضی از کارگراست، که بعضن چندین برابره، یعنی دست کم حداقل اونی که اعلام میکنن 10 برابر کارگراست حداقل حقوق اینا. و نکته رو که دوست قبلیمون اشاره کردن، گفتن که شهرداری از همه چیز حرف میزنه جز از درآمدها. پتروشیمی دارن کارگراش مرتبا کار میکنن، ولی فکر میکنم هفته گذشته بود راجع به این موضوع برنامه داشتیم و تو این روزهای مختلف راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم که تقریبا 10 ماه بعضی از واحدهای پتروشیمی حقوقشون رو دریافت نکردن کارگرا. و این پولایی که در میاد، خب وقتی که راجع به دزدی های نجومی آقازاده ها صحبت میشه، فکر میکنید پولا از کجا میاد؟ وقتی که کارگری کار میکنه و حقوقش رو بهش نمیدن، کارگرای معادن کرمان اعتراض کردن، گفتن حقوقمون رو نمیدین، گفتن آره به خاطر اینکه فروختیم به ذوب آهن، آهنایی رو فروختیم به ذوب آهن پولش رو نمیده. ذوب آهن هم میگه فروش نرفته، رو دستمون مونده، به جای پولتون آهن بدیم بهتون. باید گفت نه، آهن رو لطفا قبر درست بکنید، حکومت رو بذارین توش. برای اینکه حکومتی که نمیتونه به کوچکترین نیاز مردم پاسخ بده، تازه فقط نه نیاز، یکی میره کار میکنه طبیعتاً باید دستمزد بگیره، طبیعتاً هیچ کجا اینجوری نیست. توی تو دنیا هیچ کجا برخورد نمی کنید که بگید کسی میره کار میکنه 10 ماه گاهن 1 سال حقوقشو بهش پرداخت نمی کنن. و وقتی که میخوان حقوق بگیرن، یه ماه باید چونه بزنن، اعتراض بکنن، اعتصاب بکنن، گروگان بگیرن، در کارخونه رو ببندن، اجازه ندن جنس از کارخونه خارج بشه تا 1 ماه رو حقوق بهشون بپردازن. دوباره همین بساطه. این حکومت همینطور که گفتم
فقط اینجوری نیست بگین که با یک قشر معینی توی جامعه سر جنگ داره. شما نگاه بکنید، همین یکی دو هفته پیش مگه نبود که کارگرای بیکار توی شهرویی دست به اعتراض زدن و گلوله بهشون جواب دادن؟ مگه اون نبود؟ مگه مرتباً خبرهایی در مورد حمله به دستفروشا رو نمیخونیم؟ شاید خودتون شاهدش هستین. خبرهایی که من همینجوری خوندم از قم حکایت میکنه که حمله به دستفروشا تقریباً هر روزه اتفاق میفته، توی تهران که توی مناطق مختلفش هر روزه داره اتفاق میفته، از کتاب فروشای دستفروش توی خیابون انقلاب گرفته تا دستفروشای بازار گرفته تا میدون هفته تیر گرفته. از خیلی جاها وقتی که خبر میخونی میبینید همین اتفاقات داره میفته. به قول این دوستمون، وقتی که میخوان برای هر قطعه 30,000 تومان تا 100,000 تومان بگیرن، تصور بکنید درآمد یه دستفروش چقدر باید باشه که بتونه این باجشو، باج سیبیلی که به شهرداری باید بده رو بده، تقدیم بکنه و هزینه زندگی خودش هم در بیاره. احتمالاً خانواده دارن، بچه دارن، بچه‌ها مدرسه میرن، لباس میخوان، مریض میشن، غذا میخوان، همه این چیزا هست. و اون درآمدی که از دستفروشی حاصلشون میشه، حاصل یک فرد میشه، تصور بکنید چقدره. بعد یهو مأمورین حمله میکنن و تمام بساط رو زیر و رو میکنن و تازه گزارشایی که برای ما ارسال میشه میگن که تو همون همزمان که مأمورین دارن حمله میکنن، اقدام به دزدیدن وسایل دستفروشا میکنن. وقتی من داشتم این خبرها رو میخوندم فکر میکردم خود مأمورین هم چقدر انسانهای بدبختی هن. خودشون میگن بیمه نداریم، اگه کتک بخوریم نمیدونیم با چه کار کنیم. یعنی واقعا از یک خانه از پای بست ویران داریم صحبت میکنیم که دست به هر جاش بزنی ببینی بدبختی و فلاکت و بیچارگی ازش میباره. دوستمون اشاره کردن، گفتن بچه های دستفروش رو جمع بکنن ببرن زندان. این حکومت باید بره زندان. بچه کارش دستفروشی نیست. بچه باید پشت میز مدرسه نشسته باشه. این حکومت چه کاره است؟ وقتی که راجع به بیکاری توی جامعه صحبت میکنن، معاون رئیس جمهور، معاون روحانی گفته که 63 میلیون نفر توی سن کار داریم توی ایران. 63 میلیون نفر. از این 63 میلیون نفر توی سن به اصطلاح آماده کار یا سنی که قابل کار کردن هستن، 40,200,000 نفر اونها شغل و درآمد ندارن. اینو معاون روحانی میگه و میگه که اگر اقتصاد ما امسال، این سال 94، تا 5% رشد پیدا بکنه، هم حکومت نمیتونه پاسخگویه، دولت نمیتونه پاسخگویه این تعداد بیکار باشه، یعنی 2/3 جمعیت قابل کار، کارکن 2/3 بیکارن. تا 5% هم رشد پیدا بکنه نمیتونه پاسخگو باشه. خود این کارشناسای اقتصادی دولت دارن میگن امسال خیلی، تا آخر سال خیلی خیلی هنر بکنیم 1% افزایش داریم، رشد اقتصادی داریم. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز. خانم شما چرا دروغ میگین؟ میگین ایران بده؟ شما دروغ میگین. والا ایران کشور خوبیه، امنیت داره، ایران خیلی کشور خوبه. چرا مردم رابطه میکنی شما؟ خب اگر که خوبه که مردم دارن خوب زندگی میکنن. حرف دروغ ها میگین تو تکلیف شما، دروغ میگین ایران بده، ایران خبز و خمه. اوکی، اگر که ما داریم دروغ میگیم، مردم خودشون دارن اونجا زندگی میکنن، به حرف ما که گوش نمیکنن، تلویزیونشون رو میبندن، میگن بابا جان چه دروغایی دارین شما میگین. عین تلویزیون جمهوری اسلامی که وقتی شروع به حرف زدن میکنه، وقتی برنامه پخش میکنه، مردم میبندن میرن سراغ ماهواره، چون دروغ میگین.
ما اگه دروغ میگفتیم بیننده نداشتیم. راجب این حمله به دستفروشا من از روزنامه های اپوزیسیون چیزی در نیاوردم. من از روزنامه های خود جمهوری اسلامی در آوردم. صحبت راجب بیکاری که دارم میکنم از صحبت های اپوزیسیون در نمیارم. میگم معاون روحانی داره میگه. معاون روحانی دروغ میگه؟ خب بریم یقش رو بگیریم. این دروغ ها چیه داری سرهم میکنی؟ معاون روحانی میگه 63 میلیون جمعیت تو سن کار داریم، 40 میلیون و 200 هزار نفرشون بیکارن، درآمد ندارن. اون داره دروغ میگه؟ یقه اونو بگیری. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. با درود خانم سیما بایی، خسته نباشید. و درود خسته نباشید بینندگان عزیز. میگم خسته نباشید. اولا جواب یا آقا، هیکل تو جمهوری اسلامی دروغ میگه، سر تو آخر جمهوری اسلامی در میگه دروغ میگه. نگاه کنید، جمهوری اسلامی دشمن بشریت، دشمن انسان هاست، نه فقط دستفروش ها، دشمن نمیدونم محیط زیسته، دشمن آب و معادن و نمیدونم همه چیزه. مگه دشمن فقط دستفروش هاست؟ چرا کار درست نمی کنه که مردم بیان دستفروشی کنه؟ حالا که میخوان کار خودشون شروع کنن، بیان غارتشون میکنن. شده 1400 سال پیش تخرج حمله کنن، فقط غارتگریه یا اعدامه یا اسید باشیه یا زندانه یا نمیدونم. یه طوری میگی چرا دروغ میگی؟ انگار چجور بهت بگم، انگار که تلفن هایی که میشه از کره مریخ میشه کرد، میگی ما بدبختیم. نگاه کن یه حرفا دیگه که علکیه، چرا نمیدونم کشور خوبیه، نمیدونم آره کشور خوبیه، بدون جمهوری اسلامی، بدون کلیت جمهوری اسلامی نابودتون میکنم دیگه، قصدتونه. یعنی رد میرم میگه کشور خوبه، آره امنیت داره، واسه آخوند امنیت داره، واسه تر ازگل امنیت داره، واسه تر پیشور امنیت داره، که در میان میگی از کشور خیلی خوبی، آره کشور خوبیه، ولی ما جمهوری اسلامی نمیخواد دیگه، تموم شد. نه فقط ولایت فقیه نمیخواد، نه فقط نمیدونم قانون اساسیش نمیخواد، همه شما در چیز بلان داره تاریخ کودک خیابانی، نمیدونم مواد مخدر، اعدام، اسید پاشی، بیکاری، نه رفا داریم، نه تامین اجتماعی داریم، نه دستمزدی داریم. بابا ما نیروی کاریم، ما جوونیم، با ما گفتیم آقا ما نیروی کاریم، حتی اون کار بکشید، حتی ما میخوام کار کنیم، میخوام زندگی کنیم، کار کنیم که زندگی کنیم، نه زندگی کنیم دنبال کار بگردیم، چی نیست. همه ما رو بدبخت کردید، بسید این که همه دست دست هم بدید، این جمهوری اسلامی سرنگون کنیم، هیچ راهی دیگه نداریم. اگه امر یا سوالی خانم دایی شرمنده که یکم خواهش میکنم. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما دوست عزیز، خیلی ممنون، زنده باشی. خواهش میکنم. بله، فکر میکنم که پاسخ شما همینه. دوستانمون میان و میگن به علاوه اینکه عکسایی که در الان روی صحنه تلویزیون میبینید عکسای از ایرانه، از هیچ جا دیگه نیست. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو، بفرما. سلام. سلام به شما، خیلی ممنونم. خانم من میخواستم جواب این بیچاره رو بدم که میگه ایران خوبه، نمیدونم مشکلی ندارم، امنیت داره. کجا امنیت داره؟ خوب امنیت خودش تریاد تو اطرافه، اون پدرتش که میگه امنیت داریم، ایران خوبه، مشکلی نداره، اون حسابش پر پوله. من خودم یه دستفروشم. بله، من خودم یه دستفروشم، شهرداری میاد. الو، بله صداتون رو دارم. شهرداری میاد به من، خوبه چی به خدا وکیل به من تایید میکنه، به من هزار حرف میگه، به من میگه هیا کن، نباش اینجا، برو اینجا، حق نداری کاسه میکنی، به من چیکار کنم؟ چی خرج داره بچه منو بده؟ از کدوم شهر زنگ میزنی؟ الو از کدوم شهر زنگ میزنی؟ بله، از کدوم شهر زنگ میزنی؟ من؟ بله، من از اول زنگ میزنم. بله نگاه کن، اون که حمایت میکنه، اون همه جنبه
در رفاه، هیچ موردی مشکلی تو خانواده‌اش، نه لباس، نه غذا، نمیدونم هیچ مشکل موردی نداره. ما خبر از زندگی ما نداره. من خودم خدا وکیل عمل کردم، پول رفتم قرض گرفتم برای خرج عمله. حالا شهرداری اینا رو خبر داره؟ کی خبر داره؟ خیلی ممنون، خیلی ممنون از اینکه اومدید روی خط و جواب اون بیننده‌ای رو که میگن اینا دروغه رو گفتین. اینا نمونه‌های خیلی واقعی هستن. اینا همون افرادی هستن که جمهوری اسلامی و اوباشش حمله میکنن بهشون، دستگیرشون میکنن، بساطشون رو به هم میریزن، باج میگیرن ازشون و همینطور که گفتم گزارش ها میگه مأمورین میان میدزدن، از اینا میدزدن. اونا دیگه چقدر بدبختن. از این افرادی که خودشون الان دارن اینجوری صحبت میکنن و میدونیم وضعیت زندگیشون چجوریه، مأمورین از اینا دزدی میکنن؟ دوست عزیز صدای شما روی خط بفرمایید. بفرما. سلام علیکم. خسته نباشید خانم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. بفرما. خانم باری میخواستم. میخواستم این آقایی که گفتی کشور ما خیلی خوبه چرا دروغ میگی؟ بخوره تو سرت، خوبیش بخوره تو سرت. مگه نمیدونی که کارگر بیچاره بدبخت با گلوله میزنن میکشن. امنیت این کشور کو؟ که ما نمیبینیم، فقط تو میبینی. خواهد تو سر دروغ میگی؟ چرا اینقدر دروغ میگی؟ ممنونم. خیلی ممنونم دوست عزیز، خیلی متشکر که اومدید روی خط و صحبت کردید. بله واقعیت زندگی همینه. من گفتم گزارشایی رو که ما اینجا بهش اشاره میکنیم یا میخونیم یا فاکت میاریم یا وقتی راجب بیکاری صحبت میکنیم، راجب اعتیاد حرف میزنیم، راجب معضلاتی که توی جامعه هست صحبت میکنیم، صحبتایی نیستش که از خودمون در میاریم، صحبت هایی نیستش که از قول یه اپوزیسیون میگیم. ما از قول مسئولین اون مملکت خراب شده ای که بخوره تو سر اون حکومت و اوباشش داریم حرف میزنیم، از قول اونا داریم میگیم. اعترافات اونا رو، یه گوشه شو میگیریم و راجبه صحبت میکنیم. مسئله حمله به این لبو فروش توی روزنامه های خود جمهوری اسلامی منعکس شده. خوشبختانه بارها گفتیم، خوشبختانه الان اخبار توی انحصار رسانه‌های حکومتی نیست. مردم فیسبوک دارن، مردم از اینترنت استفاده می‌کنن، مردم تلفن موبایل دارن، فیلم می‌گیرن، می‌ذارن روی فیسبوک، می‌ذارن برای همدیگه می‌فرستن، از تلگرام استفاده می‌کنن و می‌تونن بفهمن که بابا جان اینطوری نیست. اگر کسی حتی تو دورورش سرشو انقدر کرده تو لاک خودش، پنجره خونهشو باز نمیکنه بیرون نگاه بکنه، کافیه که یه انگشت بزنه به کامپیوترش روشن کنه و ببینه که دنیا چه خبره، ببینه چه افتضاحی به بار آوردن. میگن توی اصفهان دارن با کارتون خوابا برخورد میکنن. چی برخورد میکنی؟ میگن تو کارتون نخواب. دوست عزیز صدای شما روی خط بفرمایید. تلفن دوستمون قطع شد. امیدوارم که مجدداً زنگ بزنن و اگر صحبتی دارن مطرح بکنن. گفتم جمهوری اسلامی طرح داره برای جمع‌آوری دستفروشا. برای اینکه میگن سد معبر میکنن، برای اینکه میگن خیابونا رو قشنگ نمیکنن، جلوی حرکت اتومبیل‌ها رو میتونن بگیرن و توی بازار بازاریا، مغازه‌دارا، کاسبا اونا اعتراض میکنن، حتما جلوی کسب اونا رو میگیرن دیگه. اگر این کاسبکارای خرد و ریز هستن که اونا هم هشتشون گروه نوشونه، خود حکومت همه اینا رو ول کرده و هیچ مسئولیتی در قبال اینا نداره. اگه اون کله گنده ها هستن که خب دستشون تو کاسه جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی هم باید به اونا باج بده چون از اونا میگیره، باید به اونا یه چیزی بده. و کلن دوست عزیز صدای شما روی خطه بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. بفرما. سلام عرض کنم خدمت بیننده‌های عزیز. بعدن میخواستم بگم خانم بهایی، معلومه که ما میگیم کار نداریم، بدبختی فلاکت از این حرفا،
چجور این افغانی ها از افغانستان میان تو ایران، هزار هزار افغانی دو برابر جمعیت تهران فکرم افغانی تو ایران باشه، همه شون هم کار میکنن و پول میزن، ولی مردم ایرانی که به قول خودشون خانیست میگن خانیست، هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. به نظر من یک کمی تنبلی مردم هم تو این چیز تو این کار در نظر باید بگیری. من الان خودم بیکارم، چند سال پشتم شکسته، پلازین گذاشتم، نمیتونم کاری بکنم. خب پس یعنی تنبل نیستی، درسته؟ تنبل نیستی؟ بله تنبل نیستی، کمرت شکسته، بله. نمیتونی کار کنی، درسته؟ نمیتونم کار بکنم. خب بله. یه موقع تونستم کار کردم، مثلا درآمد داشتم یا هر چیزی، ولی الان که نمیتونم نمیشه بگم همسادم چرا مثلا کار میکنه یا داره، من مثلا اون بعد من خوبم. هر کسی به اندازه خودشه، همه تو این دنیا باید بد باشه، خوب باشه، کارگر باشه، بیکار باشه، یه پست شکسته مثل من باشه، یکی هم داره از انقدر پول داره، پولاش رو همه با پولش داره، یکی با پولش کار میکنه نان در میاره، یکی با خون بدنش، یکی با بله. خیلی متشکرم. اونی که با پولش کار میکنه پولشو بره بذاره توی تاخچه ببینه پولش میزاد، پولشو باید یه عده کار کنن روش، سود در بیارن، سودشو بدن به اون بخوره به خاطر پولش. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر عزیز، بفرما. خانم سیما بهاری، من از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم شما بیشتر در مورد جوانای ما صحبت کنیم. جوانای ما که همه سرمایه زندگی ما هستن، این همه ما بدبختی کشیدیم، برای اینا رو بزرگ کردیم، همه معتاد شدن، همه گوشه خیابون افتادن. بله. جوانایی که همه مثل دسته گل دارن پرفر میشن برای اعداما، برای جوانای معتاد، بگو پس چطور میتونین شما یه نفر نفس میکشه نفس رو قطع بکنین ولی نمیتونین اعتیاد و معتاد و مواد رو تو کشور ما جمع کنین؟ این مواد رو کی میرزه تو کشور ما؟ کی میرزه تو دست جوانای ما؟ جوانای ما زحمت نکشیدیم، همه مثل گل دارن پرفر میشن، بدبخت میشن، همه افتادن گوشه زندان، همه افتادن تو خیابون تزریقی، بدبخت شدن. تو رو خدا خواهش میکنم شما بیشتر در مورد جوانا صحبت کنید، در مورد زندانی سیاسی صحبت کنید. حتما. متشکرم خانم، تشکر. خدا خیلی ممنونم دوست عزیز. نکات خوبی هستن و مواردی هستن که حتما باید در موردشون حرف بزنیم، حتما حرف میزنیم، حرف زدیم تا حالا در مورد مسئله بیکاری، در مورد اعتیاد، در مورد زندانیان سیاسی. اینا مواردی هستش که راجبش حرف میزنیم. نکته خوبی رو اشاره کردید، گفتین چطور میتونین اگر بخواین نفس یکی رو قطع بکنین ولی نمیتونین اعتیاد رو ریشه‌کن بکنین. خودتون بعدش گفتین کی اینا رو میاره، کی اعتیاد رو دامن میزنه، کی مواد مخدر رو میاره. اینا یک دسته مافیاهای دولتی هن که کار میکنن، میدونن، راه و چاه بلدن و مسئولیت امنیت دارن در رابطه با گرفت و گیرایی که دولت داره، بنابراین میتونن این کارا رو بکنن. نمیخوان اعتیاد رو ریشه‌کن بکنن چون به نفعشونه، هم پول در میارن از پخش و فروش مواد مخدر، هم اینکه یک آدمایی رو توی جامعه دارن که خیالشون راحته، معتاده، انقدر درگیر خودش هست که به دور و برش دیگه توجهی نمیکنه، دقتی نداره. ولی حتما در مورد این مسائلی که گفتین باز هم برنامه خواهیم داشت. یکی از دوستانمون که صحبت کردن گفتن افغانستانیا توی ایران تعدادشون بیشتر از جمعیت تهرانه و پول در میارن، پول رو پول میذارن و وضعیتشون خیلی خوبه. یک نکته فقط بگم همینجوری، اولا افغانستانیا وضعشون خوب نیست تو ایران، بارها دیدیم که به زور میگیرنشون، برشون میگردونن، چقدر تحقیر میشن، چقدر توهین میکنن بهشون، بچه هاشون اجازه مدرسه رفتن ندارن، شناسنامه ندارن بچه ها. ببینید یک لحظه خودتون رو جای اونا بذارید. هر آدم منصفی خیلی خوبه که خودشو بتونه جای دیگری بذاره، تصور بکنه که اون بچه ای رو که پدرش یا مادرش افغانستانیه و بهش شناسنامه نمیدن و نمیتونه بره مدرسه، بچه منه. فکر کنید بچه شماست،
همین راحت به همین راحتی راجبش حرف میزنی؟ این واقعی نیست که افغانستانیا پول رو پول میذارن. افغانستانی ها رو اجازه استخدام بهشون نمیدن، نمیتونن کار بکنن. یک بخش از صحبت های کانال جدید، برنامه های کانال جدید در مورد زندگی افغانستانی ها هست تو ایران. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام خانم سیاوری. سلام به شما دوست عزیز. خوب هستید؟ خیلی ممنونم. ببخشید، در مورد همین آقایی که فرمودن که مملکت ایران آزادی خوب داره، همون این مسخره بازی این چرت و پرتی که فرمودن. بله. بفرما. مملکت ما کجاش آزادی؟ ایران ما کجاش خوبه؟ من کارگر الان سه ماه حقوق نگرفتم. آخه این مملکت کجاش بود؟ چیش بود؟ این آنکه این که حرف فرموندن اینشون خودشون نوچه این حکومت هستن. پدر مردم این آخونده در اردن چاره هم نداریم، فقط دست دست هم بینیم این آخونده کسافت از این مملکت در کنیم. دقیقا دقیقا. میتونم بگم از کجا زنگ میزنی؟ من از یه تماس میگیرم. بله بله. سه ماه گفتین حقوق دریافت نکردین. ما حالا دو ماه حقوق دریافت نکردم. بله بله. در مورد حمله حکومت به دستفروشا چی میگین؟ اصلا این کار غیر قانونی، این کار دستفروش بدبخ از کجا بیاد بخوره؟ مجبوره، اگه مجبور نبود که این کار نمیکرد که. مجبورن. بله. از کجا بیارم بخورم؟ وقتی من نوعی مجبورم برم دستفروشی کنم و چیکار کنم؟ ندارم که میرم دستفروشون کنم، اگر داشتم که نمیتونم این کارو بکنم. درست. نه یه مش کتافت هم، فقط یه مش کتافت هم، نه یه پدر مردم هم نداره بودن، بیچاره کردن ملت. خیلی ممنون از تماستون و امیدوارم که شنونده و بیننده ما باشید، با همون تماس بگیرید و همیشه ما رو مستفیض کنید از صحبتهای خوبتون. خواهش میکنم، خدا خودشون. شبتون بخیر. بله. و در مورد افغانستانی ها اینجوری صحبت کردن. نکته دیگه ای که گفتن، گفتن که آدم ها باید خودشون تنبل نباشن، بتونن کار بکنن. خودش اشاره کرد، گفت که الان کمر شکسته، امیدوارم بیمه بیکاری خیلی خوب داشته باشه که نگران این نباشه که نتونه کار بکنه. حالا گشنگی چی کار بکنه؟ کمر شکسته نمیتونه کار بکنه. متاسفم برای این دوستمون. اون دوره‌ای که به قول خودش زرنگ بوده حتما کار میکرده، درآمد خوب داشته. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. دوست عزیز صدای شما روی خطه، میخواید صحبت بکنید یا نه؟ بله بفرمایید. خیلی ممنونم. خانم میشه خصوصی صحبت کنم؟ نه خصوصی که اینجا رو خط نمیتونین صحبت بکنید، شمارتون رو میتونید بذارید بهتون زنگ میزنیم. پشت خط میتونید با دوستان من که تلفن رو جواب میدن، میتونید اگر نکته ای دارید، صحبتی دارید بگید یا تلفن بذارید بهتون زنگ میزنیم. حالا یادم اومد در مورد تلفن بذارید بهتون زنگ میزنم. یکی از دوستانمون هفته گذشته شماره تلفن گذاشتن که من باشون تماس بگیرم. دوست عزیز پرویز منصوری، من باتون تماس گرفتم، شماره تلفنتون کار نمیکنه. اگر بینندمون هستید الانه، بلافاصله بعد از برنامه زنگ بزنید من باهاتون صحبت بکنم. سلام به شما دوست عزیز. میخوام یه کاسب دستفروشم تو خیابان. بله. هر روز سردارم یه دونه وانت دارم، کاسبی میکنم هر روز از اون اثر رانندگی میاد، پرونده من میبره، این کارت و مدارک و بیمه و همه چیز میبره، 50,000 تومان جریمه میکنم، تشبم کار میکنم 20,000 تومان کار میکنم. بله. سال گذشته من 3,500,000 تومان جریمه دادم، حساب کردم 2,000,000 تومان کاسبی نکردم. الو. بله بله صداتونو دارم. بله فقط آدم متاسف میشه. همین من سالانه 3,000,000 تومان، 3,500,000 تومان جریمه میشم، سالانه 2,000,000 تومان کاسبی نمیکنم. این ما به کی بگیم؟ باید از کی بپرسیم؟ کار خوبی کردین زنگ زدین اینجا. اینجا محل هم درد دلامونه، هم
اینکه راه حل پیدا بکنیم. نمیشه اینجوری زندگی کرد که ما چیکار کنیم؟ باید از کی بپرسیم؟ بله کی بگیم؟ پای برنامه‌مون بشینید، حتما راجع به این موضوع هم صحبت میکنم. من یادداشت میکنم اینجا. متشکرم. خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتین. داشتم میگفتم دوستمون پرویز منصوری، اگر که شما الان بیننده ما هستید، حتما بعد از برنامه، بلافاصله بعد از برنامه زنگ بزنید، من با خودتون صحبت بکنم، ببینیم که مشکل این تلفنی که دو مرتبه الان شما تلفن گذاشتید، هر دوبار من نتونستم تماس بگیرم با شما، هم شما و هم دوستانتون که با هم دارین برنامه رو ببینین. اولا سلام میکنم به همتون و بعد از اون میخوام که بعدش با من تماس بگیرید تا ببینیم مشکل تلفن چی هست. و ما برگردیم به برنامه صحبتایی که داشتیم میکردیم. نکاتی که بعضی از دوستان میکنن میگن، من اینجا راجبش حتما حرف میزنم. یکی از دوستانمون گفتن تنبلن بعضیا، نمیخوان کار بکنن. من از جانب معاون روحانی گفتم که از 63 میلیون افراد توی سن کار 40 میلیون نفر اونها بیکارن یا درآمدی ندارن. 40 میلیون نفر آدم تنبل توی ایران هست. یه ذره فکر میکنم آدم باید خجالت بکشه اگه این حرفو بزنه. باشه، اونی که تنبله تو خونه نشسته رو فعلا بذارینش کنار. تعداد آدمایی که دست فروشی میکنن، اینا که تنبل نیستن که، چرا حکومت این چنین باشون رفتار میکنه؟ اون عده بیکاری که اومدن توی خیابون و تظاهرات میکنن، میگن کار میخواییم، نون نداریم بخوریم، کار نداریم، کار میخواییم، دولت میبندتشون به گلوله. اینو چجوری میشه توضیح داد؟ اینا هم تنبلان؟ همون تنبلان یا حتما میخوان دست به خودکشی بزنن، میگن دولت بیاد بزنه؟ چرا اینجوری شما میبینین قضیه رو؟ خودتون کمرتون شکسته، نمیدونم بیمه بیکاری دریافت میکنید یا نه، بیمه بیماری دریافت میکنید یا نه، اگه دریافت میکنید چقدر کفاف زندگیتونو میده؟ این حکومت فقط مسئله بیکاری نیست که آدمو به اعتراض وامی داره. توی این حکومت کارگر باشی، الان این دوستمون زنگ زده میگه 2 ماه حقوق نگرفته. کارگرای اصلویه بین 10 ماه تا 3 ماه هست حقوق دریافت نکردن. صندوق بازنشستگی رو خالی میکنن، نمیدن به بازنشسته ها. و یه دفعه سر در میاری میبینی که صندوق تامین اجتماعی رو، بیمه تامین اجتماعی رو جناب مرتضوی خالی کرده و خورده و برده و مردم ندارن. این اون حکومته. حکومت موظفه، باید نسبت به شهرونداش مسئول باشه، باید باشه. اگر کسی اعلام میکنه که من کار میخوام، آماده هستم کار بکنم و دولت نمیتونه براش کار تأمین بکنه، باید بیمه بیکاری بهش تعلق بگیره. توی جوامع متمدن اینجوریه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. سلامت باشید. یه مشکلی ما داشتیم. بله. الو، بفرما. الان رو پخشه؟ بله. یه مشکل داشتیم، ما یه تاکسی داریم از شهرستان ایوان استان ایلام. بله. الو. بله بله، صداتون رو من میشنوم دوست عزیز، صدای شما روی خطه، بفرمایید. من یه راننده تاکسی هستم از استان ایلام. بله. به هزار زور وام و قرض یه تاکسی گرفتم. الان شهرداری دستور داده که تعدادی از این تاکسی ها مجوزشون رو باطل کنن. چرا؟ چرا باطل کنن؟ بر حسب، آره گفتن عده ای از این چیزهای تاکسی ها مجوزشون رو باطل کنن، حق مسافر کشی تو شهر رو ندارن. بله.
ادامه بدید، ادامه بدید. ببینم مشکل از کجا هست که اینا میخوان این مجوزه را باطل کنن، دیگه دست ما هم به جایی بند نیست. حالا لطف کنید شما این مشکل را پس کنیم بگیم، شاید مسئولان بتونن کاری بکنن. بله خیلی ممنونم، خیلی متشکر از شما. شبتون بخیر. بله اینم یه نوع دیگه ای سرکیسه کردن مردمه. مجوز اول میدن، حتما پول میگیرن بابتش، بعد از یه مدتی میگن مجوز یه عده‌ای باید باطل بشه. من نمیدونم چرا این دوستم مثل اینکه راحت نمیتونستیم تماسشون رو، یعنی صحبتای منو راحت نمیشنیدن، یا به هر حال توجهشون به تلویزیون بود. به هر حال اینا معضلاتیه که حکومت بارها ما گفتیم هر کجای مسائل مردم رو نگاه بکنی، زندگی مردم رو نگاه بکنی، با یک خروار مشکل و معضل روبرو میشی که همش ناشی از وجود یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی که در قبال وضعیتی که مردم دارن، از وضعیت بیمه گرفته، وضعیت درمان گرفته، مسکن گرفته، کار گرفته، بیماری گرفته، هرچی که فکر کنید، هیچ کجاش حضور دولت رو نمیتونید ببینید مگر توی نقطه سرکوب. الان دارن میگن که دو سوم جمعیت قابل کار، کسانی که کار کنن میتونن بشن، بیکارن، درآمدی ندارن. این جمعیت میاد میگه کار میخوام، گلوله میزنن بهش، خودش میره دست و پا میکنه، حتما قرض و قوله میکنه، میره یه بساتی را میندازه، دست فروشی میکنه، بهش حمله میکنن، از اون ور باج میگیرن ازش. بعد میگن که مردم تنبلن نمیرن کار کنن. حکومت چه کار است؟ حکومت کیه؟ تنبل نی؟ حکومت جنایت نمیکنه؟ جانی نیستن اینا؟ مردم، اونی که کارگره، پول بیمه، پول تأمین بیمهشو میده، از حقوقش کم میشه دیگه. بعد یهو یه گردن کلفتی مثل مرتضوی ورم داره میخوره و میبره. بعدن میگن که محاکمش کردن و فلان، قرار با قید وثیقه آزاد بشه. جریمهش میدونید اندازه، فکر میکنم حالا درست رقم یادم نیست، فکر کنم مثلا 100 میلیون جریمهش کردن. میلیارد میخورن، 100 میلیون جریمه میشن. بعدن دانشجویی که دو تا کلمه حرف اعتراضی زده رو دستگیر میکنن، با وثیقه چندین میلیونی میخوان آزادش بکنن. آخه این چه مملکتیه؟ چه دولتیه این؟ بچه های دستفروش رو جمع میکنن ببرن زندان؟ پس تحصیل رایگان چیه؟ چرا وقتی که همینجا راجع به تحصیل رایگان حرف میزنیم میان رو خط میگن تو ایران هم تحصیل رایگانه؟ بعد حرفای خودشون رو نقض میکنن، کسایی رو که اجیر میکنن که بیان رو این خط حرف بزنن احتمالا خیلی پرتن، یعنی اخبار خود جمهوری اسلامی رو هم دنبال نمیکنن که بگن بابا خود دولت داره میگه ها که 7 میلیون دانش آموز نمیتونن برن مدرسه به خاطر فقر. بعد میگن کودکان کار، بعد میذارن گردن پدر مادرها، پدر و مادرایی که بی سواد هستن بچه‌هاشون معتادن یا بیکارن یا دست فروش میشن یا میشن کودک خیابانی. پدر و مادر بی سواد کجا رشد کرده؟ کدوم قوانین پدر و مادر بی سواد بار آورده؟ حتی اگه بپذیریم که اونا مقصرن، میگی فحشا داره رشد میکنه، میگه در خانواده هایی که فرهنگشون پایینه فحشا زیاده. خب دولت چه کاره است؟ و اگر دولت داره راه حل پیدا میکنه، چرا هر سال با ارقام بالاتری روبرو هستیم ما؟ چرا دائما داره این مسائل داره رشد میکنه؟
به نسبت 36 سال پیش که جمهوری اسلامی سر کار اومد نگاه کنید ببینید که میزان کودکان خیابانی چقدر بیشتر شده، میزان کارتون خوابا چقدر زیادتر شده، میزان معتادین چقدر شده، میزان بی خانمانا چقدر شده، چقدر بالاتر رفته، سن فحشا چقدر تغییر کرده، باجگیری چقدر زیادتر شده. و بعد توی همه مراحل نگاه بکنید ببینید که دست دولت، نقش دولت کجاست و کجا میتونیم یقه دولت رو بگیریم. ما همه جا میتونیم یقه دولت رو بگیریم. اونایی که طرفدار دولتن میان اینجا یه وقتایی حرفایی میزنن، اونا بگن کی مقصره. پدر مادری بیکار میشن نمیتونن بچهشون رو بفرستن مدرسه، گناه اون بچه چیه؟ چون هزینه نداره دیگه، پول نداره هزینه بکنه، بنابراین از چرخه تحصیل بیرون میفته. دختر جوونی یا پسر جوونی که دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام خانم بارفرسنه. سلام به شما دوست عزیز، بفرما. ارزم روزه شما گفتین از فقر و فحشا، فحشا به بگوشم به علت فقر و فقیری که تو مملکت ایران. بله درسته، بفرما ادامه بده. از کجا معلوم اون دنبال فحشا، از کجا معلوم که این از فقیری نمیره، از نمیره، بیتولی نمیره؟ بله درسته، درست میگید. اون اصلا درش میخواد بره تو اصلا از کجا معلوم که دلش میخواد دنبال این کارا بره؟ ادامه بدید. شما قطع شد صحبتشون. به هر حال بره داریم راجع به فحشا اشاره کردم، دوستمون دارن میگن از کجا معلوم که از به خاطر فقر نمیره. از نظر من به خاطر فقر میره. آدمایی که میرن تنفروشی میکنن و کم سن و سال هستن و نمیدونن دارن چه کار میکنن، چه اتفاقی داره برای زندگیشون میفته، بخش وسیعشون به خاطر فقر هست. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام سیدم، شبتون بخیر. سیما بحری عزیز. سلام به شما دوست عزیز، شب شما هم بخیر، بفرما. سیما عزیز، سعید مرتضوی رو 200,000 تومان جریمه کرد. 200,000 تومان؟ بله 200,000 تومان. سعید مرتضوی رو 200,000 تومان جریمه کردن، نه 100 میلیون، نه 10 میلیون، نه 1 میلیون. حتی سعید مرتضوی رو 200,000 تومان جریمه کردن. در ضمن ما در ایران اصلا بیکار نداریم، معتاد نداریم، دست فروش نداریم. ما در ایران به اصطلاح کسی اعدام نمیشه، اصلی پاشی نداریم. ما در ایران به اصطلاح زنا در تضییقات شدید قرار ندارن، هر روز تو خیابونا کتک نمیخورن و بهشون تذکر داده نمیشه. 70,000 تا زن رو به پلیس و دادگاه معرفی نمیکنن. ما در ایران کارگرها حقوقای عقب افتاده ندارن، از 1 ماه تا 10 ماه تا 16 ماه. بعضی جاها مثل کارگرای فولاد خوزستان یا لوله‌سازی خوزستان تا 16 ماه 17 ماه حقوقاشون نگرفته بودن. ما در ایران هیچ چیزی نداریم. ما در ایران وضعیت مردم بسیار بسیار عالیه، به اصطلاح نور مردم تو روغن، مردم با دوشون گردو میشکنن. جمهوری اسلامی هم که به تمام وظایفش به عنوان یک حکومت عمل میکنه. ما در ایران اصلا مشکل نداریم، یک جمهوری اسلامی و یک دنیا. از وقتی که مملکت سپاسگزارم. خواهش میکنم. سعید مرتضوی 200,000 تومان جریمه شد. دولت 100,000 میلیارد تومان از صندوق تامین اجتماعی بالا کشیده، 100,000 میلیارد تومان. بعد مردم تبریز و 3,500 نفر از کارگرای تبریز و از شمول بیمه تامین اجتماعی خارج میکنن. پولی که مال مردمه، پولی که مال کارگرها سالها پنداد کردن میره تو چیده. بابک زنجانی خیلی راحت به دادگاه میگه من 22 میلیارد دارم. خیلی راحت به ریش همه مردم ایران میخنده. مردم وضعشون خوبه در ایران، بسیار عالی.
از دست که من داری سفاست خواهش میکنم. شب شما بخیر. بله خیلی طنز تلخیه که دوستمون اشاره کردن و خیلی خوب شد که اون در انتها گفتن منظورشون چیه. دوست عزیز صدای شما روی خطه بفرمایید. سلام و عرض خسته نباشید به شما خانم برنامه. خیلی متشکرم. شما هم خسته نباشید. بفرم. امیدوارم که ریسمت و تحقیلات بهتون خوش شده صدا شما و همکاراتون. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. اولا میخواستم جواب اون احمق نفهمی که اومد رو خط و گفت ایران خوبه آخون خوبه و اما در جواب زرش سه نقطه احمق کفافت. تو این داری که این مملکت زندگی نمی کنی، هر از مردات زندگی می کنی، نرچه ای با پول این خود رو نرچه زدی بهاری. ببین خانم بهاری، جمهوری اسلامی دشمن همه چیزه، نه فقط در فروش ها. شما ببینید دیگه اون وضع اقتصادی، اون وضع محیط زیست، آزادی بیان، سیاست، حق شهروندی و و غیره چیزی رعایت نمیشه. درسته؟ بله درسته. من شغلم خبرنگاری خانم بهاری، خودم سیاست هستم، بخش سیاسی هم هستم تو سیاست. داخل جمهوری اسلامی ایران هستم و خیلی چیزا رو در روز دارم میبینم. فقط میتونم بگم مردم واقعا متاسفم براتون. فقط تاسف میخورم این همه ظلم داره میشه بهتون، انگار نه انگار. مردم مگه ما چقدر میخوایم زندگی کنیم؟ یک انسان کامل مگه چقدر میخواد عمر کنه؟ چقدر میخواد عمر کنه؟ خواهش میکنم به هوش بیایید. البته اینم بگم خانم برادری، الان خوشبختانه یه بچه 5 ساله یه گوشی لمسی گرفته دستش و به روزه و خوشبختانه یه امتیاز خیلی بزرگیه و همه الان میدونن چی به چی، حقیقت رو خوب میدونن. بعد جدیدن خانم برادری دارن نه تنها دست فروش ها، بلکه این وانتی ها هستن که میوه میفروشن. بله بله. خیابون ها. بله. اول خیابون ها. بله. یعنی جدیدن یه بخشنامه اومده، من اون بخشنامه رو دیدم، کپی شو زده بودن تو داره. کلن داستان هر شد دستی میدن میزه انتظامی با شهرداری کلن این وانت ها رو جمع میکنن. اتفاقی کردن که الان دارن شروع میکنن، شهرستان کوچیک شروع کردن دارن جمع میکنن. من حتی یه فیلم هم دارم از یه دستوریشی که وانت شو اومدن جمع کنن، برگرد گفت آقا من نمیتونم برم دزدی کنن که من دو تا دختر دم بخ دارم و آخرم با نیرو انتظامی به دعوا گرفتن که الان ایمیلتون دارم براتون میفرستم برنامهتون پخش کنید. واقعا بعد طرف هم گرفتن، خیلی جالبه، گرفتن دستن هم زدن انداختنش پشت چیز ماشینش هم انداختن رفتن انگار ننگار ماشینش هم هم تو گلدن پارک. خیلی ممنون دوست عزیز. دوست عزیز میتونم ازتون خواهش کنم پشت خط تلفنتون رو بذارین باهاتون تماس بگیریم؟ بله چشمم. پشت خط تلفنتون رو لطف کنین بذارید و ما تلفنتون رو بگیریم با خودتون تماس داشته باشیم. خیلی ممنونم. بله این دوستمون خبرنگارن و گفتن که برامون خبر میفرستن. من خیلی خوشحال میشم از اینکه آدرسی داشته باشین، حتما آدرس از همون توی برنامه میگیرید و میفرستید به آدرس کانال جدید. ولی خوبه که باتون ارتباط داشته باشیم ببینیم که چه کمک‌های دیگه‌ای میتونید بکنید. دوست عزیز صدای شما روی خطه بفرمایید. سلام خانم باهری، خوب هستین؟ خیلی متشکرم. شما چطورین؟ خوبین؟ خیلی ممنون، زنده باشید. ما از هم واسطه‌مس میگیم خانم باهری. بفرمایید. دوست عزیز خانم باهری جانم. حالا خیلی هم که صدامونه میشنون از احوال قشنگ میدونم من چی میخوام بهشون بگم. قشنگ چهارا نادری امام اینا پر از دست فروشن. بله. اما باید بیان ببینید این شهرداری ها چه برخوردی با اینا میکنن. زدن، کتک، جنساشونه میبرن. هرچی التماسشون میکنن جنساشونه بهشون نمیدن. فقط رشوه، علنی دارن رشوه میگیرن. از دست فروش ها، بدبخت ها، التماس، خواهش به پیره زن رحمه میگو میوش انداخته، ترازوش رو برده، اون بدبخت بادکنکاش رو بردن، اون عینکاش رو بردن، اون نمیدونم چی، خیلی افتضاح. آخه اینه که دعا از نمیدونم اسلام و از قانون نیم چی خودشون هم برنامه تونه میبینن. خودشون میدونن چه بلایی سر مردم رو بردن تو نادری، تو امام، تو سلمان، هر جا که بگیم
بریم ببینیم پر از دست فروشه، فهمشون نمی کنن، لباس و همه چیشون رو میبرن، باید بعدن اگه آشنی داشته باشی ولت میکنن. یه رشته باید بشون بدی. خوندم اتفاقا یه گزارش از همون خیابون نادری خوندم که چه خدا همه میدونن من چی میخوام بگم. حالا هیچ در هیچ جا بدبخت ها بیشتر حالا اهواز اگر از قسمت چارشیرش قسمت حسیرآبادش همه ماشین ها بیشتر میره فروشن وانت دارن این شهرداری میاد در چند کیلو موز یا پرتقال که حرومش بشه میاد از اینا بر میداره که بعدن چیزی به قول گفتنی باشون برخورد نکنن. میاد اینا وانتی ها همه رو بر میدارن، دیوه هاشون رو میریزن رو زمین، همه کار باشون میکنن. بله خیلی متشکرم ازتون. بله خیلی خیلی ممنون. بگو بفرما. یه چیزی خواستم بگم خانم بهاری، ما کجای دنیا دیدیم 29 روز کار میکنن؟ ما 30 روز داریم میان سر کار، 29 روز با ما حقوق میدن. سابقامون 29 روزه کردن که ما فردا نتونیم ادعای صادقیه دارم کنیم. آقای دینارفند، آقای اسمشون هم یاد، آقای نظری شما که رئیس حراست مناطقی، آقای دینارفند که شما داخل نایسه، شما چه کاره این که برای مردم تعیین تکلیف میکنین 29 روزه؟ آقای ربانی که پایزر منطقی، آقای کشاورز که دو روزه اومدی تو اداره حراست سرپرستی گرفتی برای ما تعیین تکلیف میکنی، آخه 29 روز یعنی چی؟ 29 روز حقوق میدی؟ ما 30 روز داریم یعنی سر کار 29 روز حقوق باید بگیریم؟ سابقمون 29 روزه میکنیم که فردا ما نتونیم ادعای سابقه کار کنیم؟ مناطق حاشیه نشین خودشون میدونن از سمت برومی، منصوری، کردکم، اینا همه بومی، ما زمینامونه داریم کار میکنیم، چاهای نفتن، نفت داره از زمین ها ما میره، باید ما رو 29 روزه می کنند، ما بومیم. بله خیلی، ما باید کی بگیم؟ خیلی متشکرم دوست عزیز، تلفن داریم، معذرت میخوام. خیلی ممنون، ببخشید وقتتون رو گرفتم، ببخشید. خیلی ممنون دوستان عزیز که میایید صحبت میکنید و انقدر درد دلاتون انقدر واقعیه و انقدر شیرین صحبت میکنید، من دلم نمیاد قطع کنم، ولی خب تلفن‌های دیگه‌ای داریم روی خط. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بهاری. سلام به شما. خیلی متشکرم. سلام به شما. اولا این آقایی که 7-8 ماه اومد رو برنامه میگه که ازم به خدمت شما جمهوری اسلامی تعریف میکنه بارها، من کمرم شکسته، باید فرق باشه، سرمایه داره باید بخونن، افغانی ها چنقدر پول درمیار. این آدم شناخته شده است، ببینید هر شب تا این صحبت میکنه صداشو قطع میکنن. این هم آقایی که حالا همه برنامه ها میشه سرش میدونه، بارها اومده مردم توهین کرده، به قومیت ها توهین کرده، به حزب پشت داده، مرتضی فرزاد اومده به خوب کاری کردن کشتنش. اینو خواهش میکنم شبایت بعد واقعا اینو تو برنامه شما بود قطع کنند، قطعش کنید، چون میگم برنامه های دیگه اینو میشه سر سریعته قطعش میکنن. بعد ازم به خدمت شما راجع به برنامه تو میخواستم بگم که جمهوری اسلامی به نظر من فقط دشمن دست فروشان است، بلکه دشمن تمام اخشار و اصناف جامعه است. بعد اون تازگی ها اون لبو فروشی که تو شهرداری تو تهران شهرداری زدن، ازم به خدمت شما بساطش به هم ریختن و گاریش رو شکستن و ازم به خدمت شما تمام لبو و وسایل شدیدن وسایل خیابون، بلافاصله قالیباف اومد گفتش که تو صفحه اینستاگرامش که اون مامورا باید باشون برخورد شدید کرده، فکر کنم دم انتخاباته این مظلوم نمایی شده. ولی همین سال گذشته زدن یا سال گذشته یکی دو سال قبل زدن یه نفر تو تهران کشتن، یه شب عید بساط یه نفر جمع کردن تو خرمشهر اگه اشتباه نکنم، اون بیچاره خوش زد اصلا آتیش زد تو این وضعیت بدی. خلاصه اینا به اصطلاح ازم به خدمت شما وضعیت اینجوریه، ما هر روز داریم هزاران مورد اینجا میبینیم و میشنویم. ای کاش فقط مخواستم یه برنامه بگذارید با این موضوع، دشمن اصلی و شماره یک مردم ایران چیز این، اگر ممکنه آره اگر ممکنه یه بار اینو بزنید تا مردم بزنن که دشمن اصلی ما همین ایناست، نه این تبلیغاتی که میکنن نمیدونم عربستان و بلان و بامون، اونا یه آدم های اصلی هن مال خودشونن. در اصل ما باید بدونیم دشمن ما که حق ما رو میخوره، اختلاط میکنه، به حال ظلم میکنه، همه اینا اینه.
و در آخر هم خواستم در گذشت مادر بهکیش یا بهکیش اگر اشتباه نکنم از مادران خاوران که از هم به خدمت شما 5 تا فرزندانشون اعدام کردن و به مردم ایران به حزب شما و همه مادرانی که از این قبیل رنج ها و مصیبت ها کشیدن تسلیت بگم. ممنونم از برنامه خوبتون. زنده باشین. زنده باشین دوست عزیز. بسیار به جا یادی کردید از مادر بهکیش که 5 تا فرزندش و 1 دامادش رو اعدام کردن. دوست عزیز صدای شما روی خطه بفرمایید. سلام خانم باری، شب شما بخیر، خسته نباشید. خیلی ممنونم، شب شما بخیر. خانم باری من واقعا دلم به درد اومد چون یک کلمه خواستم بگم. خب گفتم اگه نگم بالاخره خودخوری میکنم و استرس میگیرم. خواستم بگم این آخونده، این همین آخونده نمره که اعدامش کردن، چقدر این آخونده توهین میکنن و نمیدونم به عربستان تروریست و الهی. یکی نیست که آخونده احمق بی ملاهای نحفان بگه شما که در ماه 10 جوان بیچونخه مرگ میفرستین، آیا کسی هست به خود شما بگه تروریست هستین؟ کسی هست که شما به خود شما بگه که چرا این جوانوی به کام مرگ میکشانید که طرفدار نمیرانی میران اینا هستین؟ دست عربستان درد نکنه که این کارو کرده. واقعا من از دور دست اون پادشاه عربستان رو میبوسم که این آخوندو یه جنایتکار مثل خامنه ای اعدام کرده. بچه هم مخصوصان دیگم کنم با حالی واقعا اینه که زنگی زنن به نظرم این همه شعاره. مردم باید بریزن تو خیابان، بایستی اجتماع بکنن، باید دست به دست هم بدیمان و پوده جمهوری اسلامی با خاک بکشیمان. خانم باهاری باور بفرمایید 95% مردم ایران دست فروشن. من خودم فرنگی هستم، خب توی روستا دارم درس میدم. نفت نبود، هیچی نبود، نه گازی نه نفت، هیچی نبود. اینا از فرمانداری بر ما دستور دادن نفری 100,000 تومان از محصلا بگیرید. ما گفتیم بابا اینا ندارن، تو روستا زندگی میکنن، بالاخره توی دستان. اینا گفتن نه، حالا که ایچوش با 50,000 تومان ولی به زود از ایشان بگیرید. ولی خدا رو شاد میگه من این کار نکردم. من با حقوق خودم، با پول خودم رفتم یه تانکر نفت خریدم و برای مدارس آوردم. من آمدم یه کلاس رو از این نایلان ها گرفتم با همکارا کمک کردیم زدیم و سه کلاس کردم تو یک کلاس و یه بخاری برشان گذاشتم. این رو منو توبیخ کردن، خدا رو شاهد میگیرم. گفتن شما چرا این کار کردین؟ گفتم بابا اینا ندارن، اینا یه خانواده بیوه‌زاری هستن، از کجا بیارن نفری 50 تومن؟ شما خودتان بچه هاتان دارن نفری 50 تومن بدن که اینا بدن؟ باور بفرمایید اصلا الان یه کفته از تو خانه هستم، اصلا گفتن سر کارم نگیره تا ببینیم دستور چی میشه. میخوام بگم جواب این جنایت کی باید بده؟ باید کی بده؟ باید این آخونده بدن دیگه. میخوام به این مردم بگم، این آخونده بگم تو رو خدا دست از این جنایت بردارین. شما اینو اون کپک میمانید که تمام جنایت انجام میدین ولی اینگه ما نبودیم. متشکر از برنامه خوبتون، شب بخیر. شب شما بخیر. خیلی ممنون از صحبتهای خوب شما. خود منم معلم بودم تو روستاها، میدونم که چه زمان شاه چه زمان جمهوری اسلامی چقدر امکانات کم بود و خود معلمان ماها خیلی امکانات رو جور میکردیم. دوست عزیز صدای شما روی خطه. الو. بفرمایید دوست عزیز. الو بفرما. سلام خانم باری. سلام به شما دوست عزیز، وقتتون بخیر، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر، بفرمایید. خانم باری جانم، عذرخواهی میکنم، من برنامه شما رو میبینم. بله. و خیلی مطالبی که عنوان میکنید دقیقا حقیقت داره. بله. ولی به عرضتون برسونم که اون چیزی که مشکل است الان در حال حاضر مشکل وجود احکام الهی نیست. من خودم 10 سال رو کتاب آسمانی خصوصا قرآن و نهج البلاغه کار کردم. اون چیزی که آقایون دارن اجرا میکنن دقیقا خلاف اون چیزیه که در احکام قرآن گفته. احکام قرآن حمایت از مستضعف، حمایت از ضعیف، حمایت از ناتوان، حمایت از ندار. ولی خب متاسفانه اون چیزی که اجرا میشه دقیقا خلاف احکام خدا هست.
ما هم حرکات اینا رو تایید نمی کنیم. این نیست که فکر کنیم که احکام خداوند، احکامی که در قرآن اومده، احکامی هست که آقایون دارن اجرا میکنن. خیر، بله. همچی چیزی نیست. بله، البته این خود قرآن خیلی از احکامی که اینا دارن اجرا میکنن همون حرفاییه که قرآن زده. خیلی خودشونو اینا مسلمون میدونن، خیلی خودشونو مکتبی میدونن، خیلی فکر میکنن که نماینده های خدا هستن روی زمین و دارن بالاخره کارشونو میکنن طبق اعتقاداتی که دارن. توی قرآن راجب یا توی نهج البلاغه راجب صدقه و غیره میده، یعنی یه عده فقیر باید باشن که یه عده که پول دارن بهشون صدقه بدن. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. درود بر شما خانم بهاری، فرهاد هستم، خسته نباشید، بهتون عرض میکنم. سلام دوست عزیز فرهاد، خیلی خوش اومدی به برنامه، بفرما. قربانتون برم خانم بهاری، اول سال نو میلادی رو بهتون تبریک میگم و محترمتون. بعد میخواستم در رابطه با موضوع برنامه تون میگم خانم بهاری، این دشمنی جمهوری اسلامی فقط به دست فروشان نیست، دشمنیش با کل ملت ایرانه، یعنی با هر کسی که آخوند ولایت فقیه و بسیج و سپاه و قبول نداره، اینا دشمن هم. اینا یه عده رو چشوندن زیر بال خودشون، دارن بهشون به حساب زیر خور خودشون کردن، اینا رو مزدورشون کردن به نام سپاه پاسداران و اینجور نمیدن سربازای گمنام امام زمان و از این حرفا. اینا طرفداراشون هم، دشمناشون هم، اینا معلومه کیان، ملت دشمن اینا. یعنی اون رزمایش بسیجی که 10,000 نفری که راه میندازه تو بیابونای قم برای ما ملت داره نشون میده، اون موشکای زیرزمینی که نشون میدن تو اخبار به ما ملت میخواد قدرت نمایی کنه، نه به آمریکا. خودشون هم میدونن که هیچ قدرتی نمیتونن بکنن با آمریکا. اون نمیدونم روسیه جرأت نمیکنه با آمریکا شاخ به شاخ بشه، اینا میخوان با آمریکا شاخ به شاخ بشن، فقط هم هورتپورت زبونی میکنن. و خانم بهاری، الان چند روزی از تو رسانه های جمهوری اسلامی از صبح که اینا مثلا میگیری ها همش در مورد این یه آخوندی از تو عربستان که دستش درد نکنه پادشاه عربستان دم جمل سلمان، یه روزی میرسه ما آخوندهای همین ایران ها جمهوری اسلامی مثل خامنه ای و رفسنجانی مثل این نمرن نمر به دار میگینیمشون انشالله به زودی. اینا تمامش برنامه های ما شده که نمیدونم فلانی رو به دار زن، فدای سرم که به دار زدن دستشون درد کنه. او پدر سوختن میخواست اونجا رو مثل ایران بکنه. مگه شما چه گولی به سر ما زدین که نمرن نمر بخواه به سر عربستانی ها بزنه؟ ما تشنه خون شما ایم آخونده، اینو بشنوید از ما. و به زودی روز شما هم خواهد رسید. به خانم بهاری، این دست فروشان تو خیابون میخواستم هم مردم خواهش کنم، اگر دیدید به دست فروشی تعرض کردن، خواستن جنسشو بردارن، آقا با هم اتحاد داشته باشید، ازش حمایت کنید. وای نستید نگاه کنید فیلم بگیرید، حمایت کنید ازشون. دست به دست هست، دست فروش رو میندازن به جون مغازه‌دار، مغازه‌دار رو میندازن به جون دست فروش. اینا یاد گرفتن چون بلد نیستن مشکل حل کنن. بله. اگه کاری نداری خانم باری بهتون بدون دیگم. خیلی متشکر از شما، منم به شما شب بخیر میگم، ممنون که اومدید توی برنامه. نکته خوبی رو فرهاد عزیز مطرح کرد، این که دست فروشا رو بندازن به جون مغازه‌دارا، مغازه‌دارا رو بندازن به جون دست فروشا تا دشمن اصلی، تا موضوع اصلی گم بشه. این واقعیته. و اما خب نکات دیگری که اینجا من یادداشت کردم که حتما راجبش صحبت بکنم، گفتن یکی از دوستانمون گفتن قالیباف داره میگه که باید این کسانی که لبو فروش رو بساطش رو ریختن به هم باید بهشون برخورد بشه. این همون عین بساط دیگریه، مسائل دیگریه مثل اسید پاشی و غیره که به محض اینکه سر و صداش بلند میشه و مطرح میشه توی رسانه ها و مردم راجبش حرف میزنن یا اعتراضی یه جای صورت میگیره، فوری خودشون رو میکشن کنار که ما نبودیم. آخه این چه مملکتیه که اینقدر همه آدما سر خود میتونن هر کاری رو بکنن؟ یکی دیگه از بینندگانمون گفتن چطور اگر بخواین جلوی آدما رو میتونین بگیرین، نفسشون رو میبرین، چجوری نمیتونین جلوی اینا رو بگیرین؟ طرف مامور شهرداریه، سر خود کرده اون کارو، سر خود اومدن حمله کردن. پس طرحاتون چی میشه که جمع بکنین و سد معبر نکنین و غیره؟ طرحای شماست مگه غیر از اینه؟ یه جایی یکی یه فیلمی گرفته گذاشته روی فیسبوک مطرح شده، فوری خودتون رو میکشین کنار که ما نبودیم. اگه براتون کف میزدن و هورا میکشیدن چی؟ حتما میخواستین تاج بزنین رو سرتون.
دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خیلی متشکر، شما هم خسته نباشید. الو بفرمایید. سلامتید خانم بهاری. خیلی ممنونم، خیلی متشکر. من از ارومیه مزاحم میشم خدمتتون. خواهش میکنم، بفرما. از کنم حضورتون، تو هر کشوری، تو هر کشوری که تو این کلی خاکیه، بله، هر کشوری که مذهب باشه، اون کشور از اون کشور کشور در نمیاد اصلا. درست. اینا مذهب رو برای خودشون اصلاح کردن. خامنه ای اصلاح کرده مذهب رو برای خودش. مذهب برای اینا شده اصلاحه. درسته. اینا فقط تنها اصلاحشون فقط مذهبه. اینا مذهب نباشه هیچ چیز تو بساطشون ندارن. اینا هیچ علمی ندارن. اینا همشون پیسوادن. میدونی؟ ما بهترین الان بهترین محصله رو داریم الان، بدبخت با فوق لیسانس یا راننده تاکسیه یا دستفروش اونم که شهردار میاد بسات رو جمع میکنه. حرف اضافه هم بزنه خب بالاخره مشخصا تکلیفش معلومه. من میخوام کل ایران صدای منو بشنون. اینا دیگه جایگاهی ندارن تو این کشور. دمتون گرم خانم مریم، من زحمت دادم خدمتتون. خواهش میکنم، خیلی خوشحالمون کردی. متشکر از شما دوست عزیز. واقعا اینجوریه، یعنی مذهب هر جا قدرت داره و حکومت داره و میتونه تعیین تکلیف بکنه، وضعیتی بهتر از جمهوری اسلامی برای مردم درست نکرده تا حالا. تاریخ نشون داده که هر کجا مذهب تونسته توی قدرت باشه، بگیر و ببند و سختگیری و تهدید و کشتار و از این چیزا بسیار افزایش پیدا کرده و زیاد شده. به هر حال صحبتهایی که امشب ما در برنامه مون کردیم، مثل صحبتهای دیگهی که در برنامه های دیگه میکنیم و راجع به مشکلات اجتماعی که توی جامعه هست صحبت میکنیم، انتهاش به اینجا کشیده میشه. تازه احتیاج نیست که آدم یه بحثی رو جمع‌بندی بکنه تا به اینجا رسیده بشه. تو هر جمله‌ای که مطرح میکنیم میتونیم به این نتیجه برسیم که حکومتی که مسئولیت در قبال شهروندانش نداره باید سرنگون بشه. و جمهوری اسلامی 36 ساله که نشون داده هیچ گونه مسئولیتی در قبال مردم نداره. ببینید این خانمی که گفتن فرهنگی هستن، میگن گفتن از روستا، از مردم، از دانش آموزان نفری 100,000 تومان بگیرید. آخه با کدوم درآمد مردم میتونن 100,000 تومان بدن آموزش مجانی ببینن؟ کجای این آموزش مجانیه؟ پول گرما رو خود دانش آموز باید بده؟ اگه نه تهدید داره میشه که بخاریه بد داره، سوخت بد داره، نداره، سرما اذیت میکنه، نمیتونه درس بخونه، مدرسه تعطیل میشه. یه کسی هم که دست بالا زده و چنین کاری کرده تهدیدش میکنن، تنبیهش میکنن. میدونید چرا؟ میخوان بگن که اگر مردم سوال کنن بگن چرا دولت نمیکنه، بگن دولت هم نداره. اینم نداره، خودتون موظفین انجام بدین. اگر یک کم احساس همدردی با مردم بکنی خطر برای جمهوری اسلامی. مبادا مردم فکر کنن که شخصی تواناتر از دولت هست، بنابراین تهدید میشه. مگه همه کسانی که دستگیر شدن و اعدام شدن و شکنجه شدن غیر از اینه که صحبت میکنن میگن باید دولت وظیفه داشته باشه، ما داریم میبینیم که دولت انجام نمیده، افشاگری کردن، یه چیزی رو افشا کردن که دستگیر میشن و شکنجه میشن و اعدام میشن. بنابراین انتهای صحبتمون به این میرسه که باید تکلیفمون رو با جمهوری اسلامی معلوم بکنیم. خوشبختانه اعتراضات کارگری این روزها داره با قدرت بیشتری خودنمایی میکنه. تجمعات بهتری رو ما میبینیم، تعداد بیشتری از کارگرها رو شامل میشه.
و میبینیم که خیلی وقت واقعا سر باز ایستادن نداشته. اما مسئله اساسی این هست که این اعتراضات، اعتراضاتی که کارگرها انجام میدن، بازنشسته ها انجام میدن، تکنسین ها انجام میدن و تو بخش های مختلف ما شاهدش هستیم، اگر تداوم نداشته باشه به نتیجه نمیرسه. اگر مثل یک جرقه مطرح بشه و بعد خاموش بشه، وقتی سرد بشه دیگه به درد نمیخوره. اعتراضات باید همدیگر رو پیدا بکنن، باید بشه سراسری و مردمی که تو هر بخشی هستین معترضین باید این اعتراضات رو تقویت بکنی. ما بارها اهمیت تشکل رو راجبش صحبت کردیم. باید بتونید متشکل دست به عمل بزنید. الان که توی شهرهای مختلف از اعتراضات کارگری صحبت میشه، فرصت خیلی خوبی هست. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو، سلام، خسته نباشید. سلام به شما دوست عزیز، شما هم خسته نباشید. ببخشید خانم بهاری، در مورد این موضوع میخواستم صحبت کنم. خانم بهاری، شما همه جوره دارین هم صحبت میکنید و همه جور میگین تشکر مردم جمع بسن، گروه های مثلا دست به دست هم بدن برای نابودی این نظام. نمیشه به جای این گروه هایی که شما به جز برای فقط خون و خون ریزی میخوان را بندازی، گروه ها مردم دست به دست هم بدن، همین کارگر ها میتونن به هم کمک کنن. 1,000,000 کارگر نفر 1 تومن بدن مایانه میشه 1,000,000 تومن، نفر 100 تومن میشه 100,000,000 تومن، میشه با اون 100,000,000 دست چند تا کارگر رو بدید. به جای این چیزا میشه گروه های تشکیل بدین که مردم خودشون به هم کمک بکنن، به جای اینکه منت دولت بکشن و انقدر به دولت بگن به ما کمک کن. بله، خیلی ممنون. یک راهی هست، این میگه مردم خودشون کمک کنن. الان دیوار مهربانی یکی از اون اقداماتیه که مردم دارن میکنن، ولی مسئله اساسی اینه که درد 40,000,000 بیکار رو مردم بیکار نمیتونن پاسخ بدن. کارگری که 10 ماه حقوق نگرفته نمیتونه پاسخ بده و وظیفه اون نیست. خیلی خوبه که همدردی داشته باشیم، همبستگی داشته باشیم، کمک بکنیم، این خیلی خوبه، خیلی نکته خوبیه، ولی وظیفه دولت این کارا، دولتی که نمیتونه انجام بده و مردم باید به جای دولت انجام بدن، باشه میزننش کنار، میگن حالا ما میایم و حکومت میکنیم و خودمون هم ترتیب میدیم کارا رو. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. با سلام و عصر بخیر خانم بهاری. سرور هستم. سلام به شما دوست عزیز سرور کاردار، خیلی خوش اومدید به برنامه، بفرما. بسیار متشکرم. من خواستم به عنوان کسی که یه مقدار دستی در آتش داشته راجع به دستفروشان، من در اوایل انقلاب تو یکی از شهرستان‌های آذربایجان غربی به عنوان بازرس فرمانداری در ترکیب شهرداری به اصطلاح ماموریت گرفتیم که بریم این دستفروش ها رو به عنوانی که سد معبر میکنن جمع کنیم. بله. خب من به عنوان یک جوان انقلابی پشت داستان کاملا مشخصه که این مسئله دستفروشی و سد معبر اینا حاصل یک جامعه طبقاتیه، اختلاف طبقاتیه، به معنی که خب یه در فقر مطلق به سر میبرن. و همون موقع هم اتفاقا اینجوری بود که حسین امونامی چاقوشو کشید و گلوشو برید، گفتی که این آخرین راهی که برای من میذارید. گذشت از من خواستم به پشت پرده این قضیه دستفروشی برم. این اولا که یاد زمان شاه بوده، یعنی فقط تو جمهوری اسلامی 100 برابر شده، یعنی اون فقر مطلقی که ناچین تو زمان شاه هم همین موضوع بود. تمامی مامورانی که در شهرداری مثل تو این قضیه کار میکنن میلیاردرن، یعنی میلیاردر به این مفهوم که تو ایران الان با این تورمات، اون موقع میلیونر بودن، به خاطر اینکه حق حساب میگیرن اینا از اونایی که به اصطلاح دست فروشن. خود دست فروشان 10% همکارای اینان و به اصطلاح اونام در داخلش اون 10% که میگم شبکه، یعنی یه دست فروش ممکنه 10 تا چیز داشته باشه، بهترین محله رو داره،
حق حساب خوبی هم میده. 90% بقیه که تحت فشار قرار میگیرن به خاطر همین حق حسابه. یعنی اگر همون لبو فروش به اینا حق حساب بده باش کاری نداره، از کنارش بره. یعنی این ترس و وحشت و این چیزی که به راه میندازن در واقع از ضعیفترین قشر جامعه فشار آوردن به خاطر حق حسابه. در رابطه با مواد مخدر هم اینجوریه. از این ور مثلا اونی که پخش کننده است که با خودشونه میگیرن، فردا همون آدم دوباره مثلا سر هم مأمور مشغوله، هم مثلا سیستم کار میکنه. یعنی پشت پرده قضیه دست فروشی، منهای اینکه اینها واقعا معضلات اقتصادی هستن، شما اشاره کردی گفتی اون آقای اومد گفت که چرا نهج البلاغه اینجوری میگه، مثلا چرا فقر باشه که نهج البلاغه بیاد بگه صدقه بده، به فرض گیریم که گفته، چرا فقر باشه تو جامعه که یکی مجبور باشه دست به دست فروشی بزنه؟ دست فروشی شغل نیست. خواستم فقط به این مسئله اشاره کرده باشم که مثلا موضوع دست فروش ها تو ایران معمولا اونا که درگیر این مسئله میدونن که یه بخشش هم فشار آوردن بعد همون انسان هایی هست که مثلا ازشون حق حساب میکن که میخوان مثلا نون بخورن امیرشون از طریق دست فروشی به دست بیارن. خیلی متشکرم ازتون، از اطلاعاتی که دادین و صحبت هایی که کردین، خیلی ممنون. بله، سرور کاردار فکر کنم از دوستان شناخته شدمون هست. بله دوستان عزیز، دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام عرض کردم، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر، بفرمایید. سیما عزیز، یه نفر اومد رو خط گفت که مردم کمک کنن که این مشکلات مردم حل بشه. بله. آخه بدبختی اینه که این حکومت کمک های مردم هم چپاول میکنه، کمک های مردمی از طریق بنیاد شهید و یا کمک هایی که باید به مردم بشه. خودشون میگن فساد در بنیاد شهید خیلی خیلی بیشتر از تامین اجتماعیه، ده ها برابر بیشتر از تامین اجتماعی. این یکی این که من روی سخنم با کارگرها، زحمتکشان، معلمین، پرستاران و غیره این مسئله رو درک کنن که این حکومت به هیچ وجه نمیتونه حقوقهای چند برابر، 4-5 برابر زیر خط فقر رو تأمین کنه. درسته ما باید برای هر ریال مبارزه کنیم، اما چشمتون به گرفتن قدرت باشه، چشمتون به تسخیر قدرت از این حکومت جانی و مزدوران باشه که هم خودتون رو آزاد کنید، هم مردم رو از شر اینا رها کنید. از اینکه وقتتون به مداری سپاسگزار از هم درستش. خیلی متشکرم، منم از اینکه شما روی خط اومدید و همراه با ما بودید ممنونم ازتون. بله صحبت های جالبیه. اینکه داشتم من به همین نکته میپرداختم، صحبت میکردم که دوستمون میگن که مردم کمک بکنن، مثلا به بیکاری کمک بکنن، نفری 1 تومن بدن میشه 1 میلیون، نفری 10 تومن بشن میشه 10 میلیون، کمک میشه برای یه عده حتما کار بسازن فلان. چه جوری کار بسازن مردم؟ خصوصی مثلا کارخونه درست بکنن، اجتماعی؟ خب همینو ما هم میگیم، منتها بدون دولت. وقتی دولت هست دیگه تو نمیتونی بگی یه کارخونه درست کردم شورایی دارم پیشش میبرم، چون همه مردم شریکن دیگه و یه عده رو سر کار گذاشتم، خودم هم دارم تعیین میکنم چه کار باید بکنم، دولت اون موقع میگه من چه کارم. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سیما بهاری شبتون بخیر. شب شما بفرما. جمهوری اسلامی دشمن بشریت، نه تنها بشریت بلکه به حیوانات هم رحم نمیکنه. شهردار ایران از جمله تهران چه کرده در رابطه با سگ‌های تو خیابون؟ به عنوان مثال چه برنامه‌ای داشته جز کشتن، جز اینکه تو شهرهای مختلف حتی پول تعیین کرده که سگ‌ها رو چه جوری بکشیم؟ چرا این مثال رو میزنم؟ شما نگاه کنید تو لندن، کسایی که تو لندن زندگی کردن میدونن که هر محله‌ای که برید از شرق و شمال و جنوب و غرب گرفته، هر محله‌ای برید شما انواع، حالا اسمش دست فروش، دکه‌های زده شده و بیشتر میوه و لباس و خرت و پرت رو به قیمت‌های خیلی مناسب میفروشن و
تمام اون میوه‌ها تمام تازه و چقدر تمام محله ها به این محله رجوع میکنن. یه محله مشهور هست اصلا توریستیه، شنبه ها پورتوبلو، تو تقریبا خیلی قسمت عیون نشینه به قول معروف لندن مرکز شهر، که از تمام کشورهای مختلف توریست میاد. به چه عظمتی جمعیت هست. منظورم اینه که جمهوری اسلامی، اراذل و اوباشی که در حکومت هستن و بسیارشون رفت و آمد میکنن به این کشورهای اروپایی، حداقل این سرمایه داری اینقدر آبروش رو حفظ کرده، نه مثل وحشیگری های جمهوری اسلامی که اجازه بده تمام این کسایی که دارن بیزینس میکنن به قول معروف کارشون رو پیش ببرن، هم استفاده میکنن. تازه این جامعه سرمایه داریه. منتها جمهوری اسلامی و اراذل و اوباشش اصلا دشمن مردمن و برای کشت و کشتار مردم اومدن، برای تنپروری خودشون، مزدورپروری و بله بله گویی اومدن. همونطور که در نظام شاهنشاهی بودن، دوستمون اومد اشاره کرد که زمان شاه هم سد معبر. یعنی چی سد معبر؟ کسایی میکنن که جمهوری و اراذل و اوباشش هستن. توصیه من به تمام دستفروشا، به تمام مردم، این اولا فیلم بگیرید، همچنان که از لبوب فروش گرفته شد، اتفاقا فرهاد عزیز کار خوبی فیلم گرفته بشه و به دست تمام رسانه ها داده بشه. در زم باید گوشمالی جوان ها، باید این افراد شهرداری رو که از این کمپانی ها هستن، حالا قرارداد بستن با شهرداری ها، افرادشون رو شناسایی کنن. تو هر محله افراد به خصوصی این کارا رو میکنن، از اهواز و خوزستان گرفته تا تهرانش. ازتون خواهش میکنم جوونا، اینا رو شناسایی کنین، گوشمالی بدید. فقط ناله نکنید از اینکه دست فروش ها رو اله میکنن بله کنن. بایستی شما روزمره درس به جمهوری اسلامی بدید که چطوری با گردن کلوفتی هاشون مبارزه میکنید. دولت و جمهوری اسلامی موظف هسته که به مردم پاسخگو باشه. شمایی که از کمرت شکسته، به سوال من اینه، هنوز آدم نشدی؟ هنوز آدم نشدی؟ فقط سوال میکنی، میای رو خط، مغزتو به کار بنداز، از دولت کثیف جمهوری اسلامی دفاع نکن، برو کار شرافتمندانه پیدا کن، رو این ختم نیا مزاحم بقیه بشو با اون حرفای چرندت، آدم شو. شب خوش. شبتون بخیر. خیلی ممنون سیمای عزیز. بله، این واقعیت هستش که سیما هم اشاره کرد، که منم گفتم که اخبار در انحصار رسانه های جمهوری اسلامی نیست خوشبختانه، و همین فیلم گرفتن ها میتونه کمک بکنه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. خانم بهاری سلام. سلام به شما. خوبی خانم بهاری؟ خیلی ممنونم. بفرما. خب داشتیم میگفتیم که در مورد فیلم برداری و اینا، این خیلی مهمه، نکته بسیار مهمیه، جا داره. منتها صحبتی که فرهادم میکنه اینه که همه وای نستن با هم فیلم برداری بکنن و اتفاق بیفته و بساط دستفروش زیر دست و پا له بشه. حتما باید اعتراض بکنید. توی اهواز این اتفاق افتاده که مردم اعتراض کردن و نذاشتن، حتی مثلا دو تا دستفروش توی متروی تهران، دو تا دستفروش رو یکیشون رو گرفتن، خواستن سوار قطار کنن یا ببرن، دستفروش دیگری اومده اعتراض کرده، مردم اعتراض کردن و بالاخره با اعتراض اونا هر دو دستفروش تونستن فرار بکنن. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام به خانم بهاری. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید. سلام خانم بهاری. سلام به شما، خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. در مورد این برنامه‌تون که نمی‌شید در فروشان جمهوری اسلامی دشمنی در فروشان. بله. خانم بهاری، ما اینو چند سال پیش ما این شهرداری، مامورای شهرداری می‌اومدن. بله.
این دست فروشان از زیاد میکردن. خدا شاهد ما یه چیز اولوش در 15 سال پیش ما این رو انقدر میزدیم ها دیگه بون نفس میگرفتن این بیچارا معمولای شهرداری میمدن این گل فروش هایی که مثلا رو چرخن میرم شما نهیدید میرم تو ایران نبودید که ببینید اینا میامدن گل میشنم خانم باوری بله 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 صداتون رو دارم بفرما میشنمی؟ بله 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 اینا میمدن گل میفروختن این معمولای شهرداری میمدن به عنوان سد محول میمدن بیره گیر بدن ما هم کارمون اینجوری که هم بچه جنوب شهریم هم تعصبی هستیم این معمولای شهرداری میگرفتیم انقدر میزدیم خدا شاهده دیگه مذارت میخوام به شکر خوردن میافتدن میگیم گفتن ما غلط کردیم شکر خوردیم دست از سر ما برده ما این به ایدگاله گم شد بعد این خانم هم الان یه زنگ زد خدا اون پدرش رو بیامونده قبل از این من زنگ زد در مورد اون پسری که کمر شکسته میخوام به اون آقا بگم داداش من آقا برادر من این کمر تو چه ربطی به مملکت ما داره آخه دو سال داری زنگ میزنی اینطوری هم من زنگ بزنم به آقای به اون خانم اون چه خانومه بگن اشتباه یادم رفت دانشور خانم دانشور میگه قسمت نکرد این آقای زنگ میزنه همش میگه من کمرم شکسته خب بابا خب کمر یه ایران شکسته خب چی مثلا این حرفو میزنی تو توقع داری جمهوری اسلامی بهت کاری بکنه نمیکنه داداش من انقدر این حرفا رو نزن امیدوارم که خدا شفاعت بده ان شاء الله ما هم در اول فاضی این کار اون دست کاری از دستمون برگرد بسید انجام میدیم اگه بتونیم ولی نمیتونیم اینقدر هم نگو کمرم شکسته خود چه ربطی داره بدبختی جمهوری کشور ایران چه ربطی داره کمر تو داره آخه نمیدیم کمرم شکسته بعد هم زنگ توهین میکنی و یه کلمیات صحبت میکنه خانم بهاری من نمیدونم این اصلا چی میگه این جوان منظور چی این حرفا میگه کمرم شکسته بله بله به مردم که از دیگه کمرم شکسته خب ما هم ناراحت میشیم البته دیگه هموطن ما این داداش ما این دیگر گوشه ما این ما ناراحت میشیم ولی هیچ ربطی به بدبختی ملت ایران این کمر جنابالی نداره داداش من خیلی ممنونم بازه تو خیلی جمهوری اسلامی هم با تو هیچ کاری نمیکنه انقدر نگو کمرم شکسته مگر اینکه همین مردم ایران یه شرافتی از خودشون نشون بدن یه مردونگی کنن یعنی هموطن جوستی پرستی کنن و یه کاری با تو بکنن و نه از جمهوری اسلامی این آخونده ها توقع نداشته باش اینا کور میکنن که شفا نمیدن داداش من بله مگر اینا توقع نداشته باش انقدر پاچه خالی نکن ببخشید خانم بهاری من مولا خیلی متشکرم دوست عزیز خیلی متشکرم حقیقتا یه تعداد اینجوری میخواد که این ماموری شهرداری رو بگیرین گوشمالیشون بزنن حسابی که غلط کردن بیفتن نه از این غلطا بکنن. دوست عزیز صدای شما روی خطه بفرمایید. سلام خانم زوالی. سلام دوست عزیز بفرما. میخوام در مورد اون خانم حرف بزنم. چرا به هر چه آقای زنگ زد نسخه میکنه؟ کدوم خانم؟ الو بفرما صحبت بکنی. خانم مستر حرف مردم میکنه اگر ملیت داره هم دیگه دوار میتنه تو چرا دولت بشه؟ متوجه صحبتتون نمیشم. اون آقایی که گفت کمرم شکسته منظورتونه؟ آره مسخره نکرد گفت اگر که مسخره خب حالا ناراحت شدین شما آره چرا ناراحت نباشید آره خب ناراحت از چی ناراحت شدین ببینید از این ناراحت شدید که اون آقا گفت کمرم شکسته آدم ها تنبلن نمیرن کار کنن از این ناراحت شدی؟ بله اون خانم که گفت شما اگه کمرت شکسته اگه مأمور جمهوری اسلامی هستی دارن پول بهت میدن برنگرد بگود مردم تنبلن نمیرن کار بکنن اینو گفت دیگه مسخره نکرد که جوابشو داد شما از چی ناراحت شدی؟ از اینکه یه شاید مأمور جمهوری اسلامی برمیگرده به جای اینکه راجب این همه معضلات و مشکلات حرف بزنه بگه مردم خودشون تنبلی میکنن سر کار نمیرن از این باید ناراحت بشی اگه بیکاری اگرم کار داری شاغلی ببینی وضعیت حقوقت چه جوریه اگه اعتراض داری اعتراضتو بکنی حرفتو بزنی
از چی ناراحت شدی؟ توهین کسی به کسی نکرده. به هر حال برگردیم سر صحبتامون و ببینیم که چجوری جمع و جور بکنیم. گفتم که در اهواز و در تهران اتفاق افتاده که مأمورین شهرداری وقتی که حمله کردن به دستفروش‌ها، مردم اعتراض کردن و اجازه ندادن که اونا رو دستگیر بکنن یا به هر حال وایسن و بساط دستفروش‌ها رو بریزن به هم، له کنن، دزدی کنن، باج بگیرن، نذاشتن و این انتظار میره واقعا. ضمن این که میخوایم ازتون که فیلم و عکس تهیه بکنید بر ما بفرستید که از این طریق ما هم به رؤیت دیگران برسونیم، مردم ببینن، بدونن وضعیت چجوریه و ببینن که چه مقاومتی مقابل این مأمورین شهرداری اتفاق میفته، نه فقط اینکه خود مأمورین شهرداری چه کارایی میکنن. اما اجازه بدید در این قسمت‌های پایانی، فکر میکنم یه 10 دقیقه بیشتر به برنامه نمون، پایان برنامه نمونده، به یه سری نکات بپردازم. ببینید خیلی از مشکلات و مسائلی رو که ما اینجا مطرح میکنیم مربوط به بخش کوچیکی از جامعه نیست. همین تعدادی که میایید روی خط و صحبت میکنید و حرفاتون رو میزنید نشون میده که یه مسئله اجتماعیه. علاوه بر این توی گزارشات و غیره، فیسبوک و غیره که آدم میخونه میبینه خیلی از این مسائل مسائلیه که توی ابعاد بسیار بزرگ اجتماعی داره اتفاق میفته. بنابراین پاسخ بزرگ اجتماعی میخواد. کسی نمیتونه بشینه توی خونش و اعتراض کنه و ناراحت باشه فقط. حتما باید کار دیگری کرد. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو سلام. سلام به شما. خوب هستم خانم بهاره؟ خیلی ممنونم. الو. بفرما. الو. بفرما. خانم بهاره من شارژم تموم میشه، ببخشید. اون آقایی که گفت کمرم شکسته. خب بله. من می‌خواستم به اون یه چیز بگم. تو عروسی ها ما میرفتیم اونا یه الو بله بله صداتون رو دارم من. ما تو عروسی ها میرفتیم کسانی که مثلا قل کمر میدادن، خب بعد ما میگفتیم آقا قلش بده لامستب و بد مستب، اون کمرش خوب بشه. بری کمرش خوب بکنه. آره اوکی، خیلی ممنون به هر حال. و اینکه چون با یک مسئله، دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. خانم بهاری ببخشید دوباره مزاحم شدم، فرهاد هستم. خواهش میکنم. خانم بهاری میخواستم راجع به اون مسئله فیلم برداری گفتم. آخه بعضی وقتا مثلا ما دیدیم طرفو دارن اعدام میکنن، یه عده رفتن تماشا میکنن، همه فقط فیلم گرفتن دارن نگاه میکنن و کیف میکنن، عوضی که بیان اعتراض کنن کاری کنن، اینا شده یه به حالت نمایش برای ملتی که بیکارن. و اون خانومی که الان قبل از این آقا زنگ زد گفت که من ناراحتم چرا به اون کمر شکسته میاد خانومی از لندن توهین میکنه، شما چطور به اون از اون حرف اون آقا که میاد میگه مردم ایران تنبلن کار نمیکنن ناراحت نمیشی؟ از جواب اون خانم محترم که از لندن میاد میگه برو فلانی آدم شو ناراحت میشی؟ مردم ایران تنبلن، مرتضی فرجی ها تنبل بود رفت جلو شرکت گفت آقا به من کار بدی زدن کشتنش. خجالت بکشید. منم هر تمام خانمی که از لندن زنگ رو میگم آدم شی. بدرود میگم بهتون خانم بهاری. خیلی متشکرم. بله گفتم چون با مسائلی روبرو هستیم و درگیر هستیم که جنبه اجتماعی داره، اجتماعاً باید پاسخشو داد. خوشبختانه تعداد افرادی که معترض هستن، میدونن مشکل چیه، خودشون دست به قول گریبان همین مشکلات هستن و این مشکلات دامن اونا رو هم گرفته، تعدادمون کم نیست، تعدادمون زیاده و روز به روز حداقل از طریق همین کانال ما صداهای جدیدتر و نزدیکتری رو میشنویم، میبینیم که چقدر هستیم. و این راه حل، راه حلی هست که یه کم توی صحبتام اشاره کردم توی برنامه، گفتم اعتراضات توی جامعه هست، باید اونا رو تقویت کرد، باید پیوست به اون اعتراضات. وقتی که در جایی اعتراضی صورت میگیره که این روزا مرتباً داریم
اخبار اعتراضات کارگری رو توی ابعاد هزاران نفره میشنویم و میبینیم که داره صورت میگیره. باید اونا رو همراهی کرد، به خصوص خانواده های کارگرا تو این میون خیلی نقش دارن. خانواده کارگرا باید بتونن این اعتراضات رو تقویت بکنن، بزرگترش بکنن، ابعادش رو بیشتر بکنن، خبررسانی بکنید. اگر توی خانوادتون پدرتون مثلا کارگره، مادرتون کارگره، دست به اعتراض زده، وظیفه شما جوانتراست که این خبر اخبار رو پخش بکنید، برسونید به اطلاع دیگران، برای کانال جدید ارسال بکنید، خبرنگاری بکنید برامون، و اینکه خودتون تقویت کنید اونا رو، تشویق بکنید افراد دیگری رو که دور براتون هستن و میدونید آدمایی هستن یا بیکارن یا دستفروشن یا بازنشسته هستن و معترضن و حکومت یه جوری پاسخ نیازاتشون رو نمیده، باید جمع کرد، تجمع اینا رو گسترده تر کرد و سازماندهی از توی همین دل همین چیزا در میاد. همین اعتراضات میتونه هسته سازمانهای محکمتر، درازندیشتر اینا رو سازمان بده. دوست عزیز صداتون روی خطه، بفرمایید. الو، سلام علیکم. بفرما. ببخشید خانم انسانیت، میخواستم بگم این انسانیت شما دارید، هر کسی ضعیف باشه باید بزنید تو سرش. شما دارید فقط از پشت زورگوها حرف میزنید. شما از جمهوری اسلامی بدترید، شما خونخوارین. خب به اون سینای خب ما خونخواریم، ما از جمهوری اسلامی بدتریم، احتمالاً به خاطر که خیلی زور به ایشون اومده صحبتایی که ما میکنیم و صحبتایی که شما بینندگان گرامی دارین انجام میدید. فکر میکنم که اگر بیننده ای رو روی خط داریم همین الان بفرستین روی خط، وگرنه دیگه آخرین تلفنمون باشه. ممنون از اینکه اومدید روی خط صحبت کردید و البته اگه 5 دقیقه مونده میتونیم هنوز یه تلفن دیگه داشته باشیم، اگه تلفنی بشه میتونیم داشته باشیم تلفن. به هر حال جمهوری اسلامی با تمام ابعاد کاری که داره انجام میده خیلی خوب نشون داده برای اقشار مختلف مردم، به خصوص کسانی که زحمت کشن، کسانی که به زحمت دارن نونی در میارن و میخورن، نشون داده که چقدر دشمن انسانیتشون هست، چقدر دشمن رفاه هست، چقدر دشمن سعادت بشر هست. واقعا اینا رو به خوبی جمهوری اسلامی نشون داده و شما که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دارید کار و زندگی میکنید، در ابعاد مختلف دیدید جنبه های حکومت غیر انسانی، ضد مردم، ضد شادی، ضد بشریت رو دیدید. دیدید که با جوونا چه کار میکنن، با زنا دارن چه کار میکنن، با کودکان چه اتفاقاتی میفته و چه کار میکنن. اینا رو دیدید و میخواید که از شرش خلاص بشید. در درجه اول من فرا میخونم شما رو که به حزب ما بپیوندید، حزب ما رو تقویت بکنید، عضوش بشید، فعالش بشید، خبرنگارش بشید، مبلغ سیاست ها و صحبت های ما بشید. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام خانم باوری، من دوباره اومدم رو خطه. خواهش میکنم که گفتم این شهده یه رو ما میدادیم. خواهش میکنم بفرمایید. آقایی که الان زنگ داد گفت شما خون خوار هستید، فکر کنم اونجای فشار اومد بهش ما به این یارو کمر شکسته جواب دادیم. دادا شما ما خون خوار نیستیم، ما حتی حق رو میزنیم. این حرفا چیه خون خواری؟ داخل مسخره ذاتی کثیف. حرفو فکر کن بعدن زر بزن، نتنجیزه توبت نکن، مسخره. خدافظ. خیلی ممنونم. بله البته ما به خاطر کسی که به خاطر اینکه کسی دهاتیه بهش توهین نمی کنیم و از نظر ما انسانهایی که طرفدار حقیقت، طرفدار انسانیت، طرفدار رفاه، شادی و برقراری یک جامعه محترم هستند، اونا انسان‌های خوبی هستند
قابل احترامن، مال هر کجا که باشن، با هر لحجهی حرف بزنن، هر چی که تو دلشون هست و راحت اینجوری بیان بکنن. و کسانی که مخالف این چیزا هستن، انسانهایی هستن که ما هم مخالفشون هستیم و ربطی نداره کجا به دنیا اومدن و کجایی هستن. به هر حال فکر میکنم که در طی برنامه ما بارها به اینجا رسیدیم که با تشکلمون هست که میتونیم پاسخ وضعیت موجود رو بدیم. اگر جمهوری اسلامی، به درست شما اشاره کردید، گفتید که جمهوری اسلامی فقط دشمن دستفروشا نیست، دشمن انسانیته، دشمن کودکانه، دشمن زنانه، دشمن شادیه، دشمن رفاهه، دشمن سعادت بشر هست. تقریبا هممون به این نکات به صورت‌های مختلف اشاره کردیم. اگر دشمن این همه چیز خوب هست، ما با تشکلمون، با فعالیتمون، با اعتراضاتمون، با سازماندهیمون میتونیم که این دشمن بشریت رو از بین ببریم. جمهوری اسلامی مربوط به یک تاریخ بسیار گذشته است. به زور مثل یک وصله میخوان خودشون رو بچسبونن به قرن 21 و نمیشه. مردم نمیخوان و حق دارن که نخوان. ما نمیخوایم و حق داریم که نخوایم. بنابراین باید عزممون رو جذبتر بکنیم، با تقویت اعتراضات مردم، با تقویت مبارزات مردم، با خبررسانی، با سازماندهی اعتراضات در گوشه و کنار جامعه برای اقشار مختلف مردم، باید بتونیم این لکه ننگ جامعه بشری رو واقعا بکنیم و بندازیمش دور. باید به زبالتان تاریخ بپیونده. جمهوری اسلامی و سرانش باید به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه بشن. اون موقع همه، حتی حیوانا، آرامش خواهند دید. دوستانم اشاره میکنن که وقت برنامه‌مون تمومه. من در انتهای برنامه هم تشکر میکنم ازتون که همراه بودید با ما، با صحبتهای خوبتون گرم کردید برنامه رو، و هم ازتون میخوام که به ما کمک مالی بکنید. کمک بکنید این تلویزیون سر پاش وایسه، بتونه کار کنه، تداوم داشته باشه کاراش و بتونه همچنان پرقدرت و با اراده، با قدرت صدای شما باشه، انعکاس صداتون باشه و صدای دستفروشا، صدای کارگرای بیکار، صدای کارگرا، کارگرایی که حقوقشون رو نگرفتن، صدای بازنشسته ها، صدای معتادین، صدای فاحشه ها، صدای افرادی باشه که تحت فشار در هر صورتی در جمهوری اسلامی قرار میگیرن. بذارید همه ما با هم صدای انسانیت و دفاع از انسانیت باشیم، با کمک های شما از هر نوعی که میتونید به ما کمک بکنید. سیما بهاری هستم با همکارم جمیل فرزان. برای شما ساعات و لحظه های خوبی آرزو مندیم. شاد و سربلند باشید.